بینندگان عزیز، با سلام به شما. برنامه امروز را شروع می‌کنیم، چهارشنبه 9 اسفند ماه 1396 و برابر است با 28 فوریه 2018 میلادی، آخرین روز از ماه فوریه و فردا اول ماه مارچ یا مارس هست. و خیلی خوشحالم که از فردا قرار است دوستانی هم به ما بپیوندند. اول چند روزی آگهی و وبسایتشون رو به شما معرفی میکنیم، بعد اگر فرصتی بشه با این دوستان مصاحبه میکنیم. چندین ویدیو هم در وبسایتشون هست که من دیروز تماشا کردم، خیلی جالبه. مهمترینش اینه که این انقلاب بود، شورش بود، چی بود و حالا هر چی بود، حالا باید چه کار کنیم. خیلی قشنگ این رو تحلیل و بررسی کردن و میشه به اصطلاح ما هم نگاه کنیم و یه مقداری به فکر فرو بریم که حالا چه فرقی میکنه که اون 28 مرداد کودتا بوده یا قیام بوده، چه فرقی میکنه که 1357 انقلاب بوده یا آشوب بوده. امروز من و شما اینجا هستیم در این مقطع زمانی، چه باید کرد؟ خب دوستان عزیز، لطف کنید دوستانتون رو هم اگر میتونید دعوت کنید به وسیله شیر کردن. ما هنوز یاد نگرفتیم که این به اصطلاح چجوری میشه تمام دوستان فیسبوک رو دعوت کرد. شنیده بودم که کروم این کار رو انجام میده، ولی فکر نمیکنم با 9000 تا روی صفحه مردم تیوی یا 5000 تا روی صفحه شخصی خودم این کار رو انجام بده. حتی حاضریم یه مقداری هم پول پرداخت کنیم، ولی مثل اینکه این کار شدنی نیست. اجازه بدید ضمن این که به شما میگم امروز آخرین روز ماه فوریه است و اگر میخواین حمایت کنید، حمایت کنید از دوستی که حمایت کرد و مبلغ 20 یورو فکر کنم فرستادن، میشه 20 و چند دلار و دیشب به ما رسید. خیلی ممنون، متشکرم. من بارها گفتم ما نه به این 20 دلارا گدا میشیم نه شام میشیم، ولی نشون میده که یه نفر به اصطلاح برای کار آدم ارزش قائل و با ما هست. دوستان دیگه هم اگر لطف کنن خودشون رو مقید کنن، ماهیانه حمایت کنن تا هزینه های این تلویزیون مردم که خیلی هم کم و پایین هست پرداخت بشه، من به نوبه خودم ممنون و متشکرم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر برنامه 41مین عقل بشر رو با هم میشنویم. ایشون این برنامه ها رو دست تنها زحمت میکشه، از خلیج فارس برای من و شما ارسال میکنه و شما هم اگر نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل، از طریق تلفن، از طریق یوتیوب بستم که دیگه مردیم، از بس از این سوراخ به اون سوراخ به اون سوراخ شدیم، مثل این مامورای چیز اینا هست که میان ماهیانه آب شب کنتور آب میخونن و اینا، هی این در واز میکنه نگاه میکنه، اون در واز میکنه نگاه میکنه. اینا رو هم قرار شده الکترونیکی کنن که خود این کنتور یا کانتر یا میتر خودش گزارش بده به اون شرکت و اینجوری دو نفرم از کار به اصطلاح بیکار میشن. البته ما دیدیم که هر جایی که دو نفر از کار بیکار شدن، 10 نفر مجبورن برن سر کار تا همون کار رو انجام بدن. پس جای نگرانی نیست. و اما دولت ترامپ، به از این رابین هود، به از این آقای نابغه، به از این تاجر ورشکسته، گفت من میام بهشت برین. واقعا یه ویدیویی دیدم آقای محمود قربانی دستور حمله رو صادر کرد و به ترامپ گفت آقا برو بزن، و داشت درباره کودتای نوژه هم صحبت میکرد. من همیشه میپرسیدم این کودتای نوژه چرا اینجوری لو رفت و اینها، ولی اینجوری که آقای محمود قربانی میگه توی خونه ها قرارش گذاشتن و داشتیم عرق میخوردیم و قمار میکردیم و جاوید شاه میگفتیم، خب معلومه که بالاخره اینجوری لو میره. بماند بله، آقای محمود قربانی که یک زمانی میاد توی رادیو تلویزیون ها و میگه که عمه رضا پهلوی یک زن فاحشه است و شبی ایشون رفته بود در منزلش و
به اون به اصطلاح خدمتکارش گفت این محمود آقا جوون، نگهش دار و نگهش داشت و ایشون هم تا صبح خرسواری کرد و اینها. حالا میگه که اینها به آقای رضا پهلوی توهین کردن، آقای رضا شاه بیا بریم و فلان اینها. یعنی اینا واقعا من نمیفهمم تو چه دنیایی زندگی میکنن. البته میدونید محمود قربانی از همون قدیم تو همین کارهای کافه داشتن و نمیدونم رستوران داشتن و خب احتمالاً امروز اگه با یکی هم دعواش میشده طرف شیشه عرق هم تو سرش میزده، فردا یه آشتی کنونی را مینداختن که این دوباره بیاد تو اونجا همین پولا رو به اصطلاح بتونه به عنوان درآمد از اینا بگیره. بذارید من اینجا ببینم. Wait a moment. Why? Okay, the process man. Alright. این برای چیز زدم، برای کروم که دوستان من رو دعوت کن. بعد میگه که باشه بذار من الان اسامی دوستاتو جمع میکنم. ولی بهتون گفتم یه بار حتی در حین برنامه 2 ساعته من این رو روشن نگه داشتم و این کار رو انجام نداد. در هر صورت فکر کنم اگر شماها هر کدوم میگه که همه بکنید یاری تا سربی بکنه تلویزیون داری، اون وقتا میگفتن همه بکنید یاری تا فلانی بکنه خونه داری، یا میگفتن که هر کاری مثل یک گلیم میمونه یا مثل یک سفره میمونه، هر کسی باید یک گوشه ایش رو بگیره تا بتونه به آسونی بلندش کنه. و اما دولت ترامپ، آقای ترامپ دامادش هم مثل خودش کلاش و برای من خیلی جالب بود این دامادش اولین کلیم، نه اولین هم نیست، اون آقای مداف هم کلاهبردار و شیاد و اینها بود. و جالب اینه که اینا معمولا هم ورشکست هستن، این همه کلا سر مردم میذارن، پولا رو میگیرن، آخرم پول ندارن. یعنی همون ضرب المثلی که میگه چاه کن همیشه ته چاهه، درباره اینا صدق میکنه. این آقای که چه عرض کنم وقتی حرف میزنه مثل دخترهای 14 ساله است صداش، آقای جرد کوشنر شوهر خانم ایوانکا. ایوانکا از این ور رفته بود ساوت کوریا برای برنامه اختتامیه المپیک که یه آقای خبرنگار آمد بهش گفت که چقدر خوشحالم که شما یک زن فرستادید اینجا و اینها، حالا بگو ببینیم شما نظرت درباره این زنایی که از بابات شکایت کردن چیه؟ گفت من به بابام اطمینان دارم. گفت یعنی اون زنا دروغ میگن؟ حالا جالب اینه که مادر این خانم سالها پیش گفته که ترامپ بهش تجاوز کرده، ریپ یعنی تجاوز کرده. حالا باشه یه نفر دیگه ازش بپرس تو به مادرت هم اطمینان نداری؟ جالبتر اینه که اون پسر احمقش دونالد ترامپ جونیور 10 سال با پدرش صحبت نمی کرد، ولی همچین که دیدن اینا به اصطلاح آدم های کارکنی نیستن و بدون این پدر کلاش و شالاتان به جایی نمیرسن، همه دورش باز جمع شدن جز اون دختره، فکر کنم ازش هم تفنی هست، تفنی اون کاری به کار اینا نداره. در هر صورت آقای ترامپ در شرایط بسیار بدی به سر میبره، چون دامادش معلوم شده که کشورها در روابط امور خارجه با وجود که ایشون نه وزیر امور خارجه هست نه چیزی، میان از این استفاده و سوء استفاده میکنن. مانیپولیتینگ یعنی یه نفر رو بپیچونی. وقتی هم اینایی که مثلا تو کار فیزیوتراپی هستن میگن مهرهای بدن تو مانیپولیت میکنن، میپیچونن این ور و ورش میکنن، درستش میکنن. اینا اینو میپیچونن ازش سوء استفاده کنن. و شما خودت فکر کن کسی که بدهکار باشه اون موقع اگه یکی از زنگ میزنه اون طرف طلبکارشه، این پشت میز مجبوره تا کمرم دولا بشه و هر کاری اونا بگن انجام میده. ناگفته نماند پدر زنش تا کمر دولا میشه برای ترامپ و خودشم برای کشورهای مثل چین و اسرائیل و کشورهای عربی که ازشون وام گرفته و یکی دیگرش حتی مکزیک فکر کنم بماند. ماجرای قطرم میگن گویا اینا انقدر به قطر بدهکارن میخواستن یه جوری اصلا این قطر رو بریزن به هم، احتمالا فکر کردن مدارک پدارک بدهکاری اینا هم میسوزه. و خبر مهمتر از همه این بود که اینجا یه چیزی هست بهش میگن کلیرنس، یعنی شما مثلا میگن مثلا آقای ایکس تاپ سیکرت کلیرنس داره،
اینا درجه بندی شده، آقای فلانی سیکرت داره، آقای فلانی فلان داره. این آقا رو تاپ سیکرت همینجوری فرستاده بودن انگار طویله اونجا برای خودش. چی میگن؟ دیروز افسرش گرفتن گفتن بیا این ور، تو اصلا نمیتونی تو این کارا دخالت کنی، و آوردنش در حد سیکرت. تازه بعضیا میگن همینم بی خوده. و اینجا یک کلمه هست به نام نپوتیزم فکر کنم باشه، که یعنی وقتی قدرت داری فامیل و دوستان نزدیک و اینها رو میذاری سر کار. و ترامپ این کار رو به نحو خیلی بدی انجام داده، به طوری که اولا به هیچ کس اعتماد و اطمینان نداره، و 12 نفری که قبلا از کاخ سفید اینا یا اخراج شدن یا استعفا دادن، یکی پس از دیگری خبرهای داخلی رو هی به این روزنامه به اون روزنامه پخش میکنن. و میشه گفت بازرس مخصوص آقای میلر، که این کلمه فکر کنم اصلش آلمانی باشه چون اون نقطه روش هست و اینا، به اصطلاح داره به پشت درهای اتاق آقای رئیس جمهور میرسه. و اما زندگی فرصتی است برای شک. آقا دوست عزیز، من نمیدونم، ما وسط برنامه تصویر و صدا به قول پاکستانی ها تیک تک است، یعنی حالا آلیست، تیک تک یه چیزیه که میخورن که دهنشون بونده، اونو میگن تیک تک دیگه. حالا این دوستمون پرویز چرا به قول پاکستانی ها به قول خودمون بنویس؟ آقای شاهمند کلایه، شما لطف کنید در حین برنامه شعار و اینها ننویسید، یه چیزی درباره برنامه بنویسید، بعدم نه 3 خط 4 خط که جای دیگران رو بگیری. و are you sure؟ بله، اینم من بیارم اینجا. حالا دیگه این میره روی یکی. بله. و خودتون این ضرب المثلی که میگن در دیگ بازه حیای گربه کجا رفته، خودتون رعایت کنید که احتیاج نباشه یه نفر با چوب بالای سرتون وایسه. و اما ما اون روز درباره آقای نیما چهرازی صحبت کردیم، و این دوستمون گفت خیلی ممنون، آقای فریدون اگه اشتباه نکنم، و آهنگ تابکی رو گوش دادی؟ عجب آهنگیه. گفتم آره شنیدم. من آقا نمیفهمم این دوستانی که اینجوری به این آهنگا پیله میکنن، فکر میکنن واقعا یه آهنگ یه کشور رو آزاد میکنه، دیکتاتور رو آدم میکنه. بله شنیدیم، تو اون ایوا پرون بود، کی بود توی آرژانتین، خواننده بود، ولی اون خواننده زندگیشو گذاشت اومد در راه سیاست، نه که بشینه با یه گتا الا دیگه چه کار کنم، آزادی رو صدا کنم، های لای لای لای، های لای لای لای. خب چی شد آخه؟ من بارها گفتم ای کاش 6 ماه یا 1 سال بگن شاعرها شعر نگن، نویسنده ها چیزی ننویسن، گوینده ها هیچی نگن، بلکه اونایی که میخوان یه کار انجام بدن بیان جلو، همه هم هی نگن ما که نمیخوایم مقامی بگیریم، ما دیگه مقام ها رو داشتیم، حالا میخوایم بریم ایران بمیریم. اونایی هم که میخوان برن ایران بمیرن فعلا خفشن هیچی نگن، ببخشید ساکتشن هیچی نگن. اونی که میخواد بره ایران کاری انجام بده بیاد جلو بگی من میخوام برم ایران، تا مردم تکلیفشون رو بدونن. در صد ممنونم آقای فریدون یا فریب هرچی، ولی من نمیفهمم آخه آقای چیز اومده شعر خونده برای پناهنده، بعد شعر میره کافه میخونه، میره تو رستوران میخونه، میره تو کتابخونه میخونه. خب که چی؟ ایشون لوره بختیاری هرچی دلش میگیر، منم والله از وقتا دلم میگیره، اصلا شعرم بلد نیستم، ولی همینجوری که دارم رانندگی میکنم نای 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 میکنم. حالا فکر میکنم با این نای 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 من یک کشوری یه جای دنیا آزاد میشه، خب امیدوارم بشه. و اما آقای ظریف مشکل بنزین پیدا کرد در جرمنی. ای بابا، آقای ظریف وزیر امور خارجه، این آقای لطیف زمانی وکیلی هستن که در انگلستان هستن، یه روزی هم اگه بشه با ایشون مصاحبه داشته باشیم، از اوضاع و احوال ایرانی ها در انگلستان جویا بشیم. در اصل دوستان من منتظرم، یعنی میگه اینجا میدیدیم، میگه من نمیتونم صبر کنم، یعنی بی صبرانه، این که میگن بی صبرانه منتظر دیدن شما هستم، من بی صبرانه منتظر این هستم که آقای ترامپ به زندان بره و
تقاس دل اینایی که این خونه ها رو خراب کرد، ورشکستشون کرد، بچه هاشون رو نیزاشت بره مدرسه و فلان، اینها اینا رو به اصطلاح پس بده. بذارید یه دوستی زنگ زده و چون ایشون آشنای ما هست باهاش یه تماسی بگیریم. بله اجازه بدید. ایشون من رو گفته میشناسم از ایران. چقدر خوشحالم که این دوستان واقعا سالها دنبال ما هستند و ما رو ول نمی کنند و ما رو هم میشناسند. من بسیار ممنونم از ایشون و بریم ببینیم. میشنفی این صدا رو؟ چون اگه بیارم نزدیک هور هور میکنم. سلام، من سوربی هستم از تلویزیون مردم. زنگ زدم تشکر کنم از شما به خاطر این ادب و معرفت. فکر کنم شما باهایی باشی، قبلا هم زنگ زدی با من اینجا صحبت کردی. در هر صورت اسم ایشون هم هست خانم هادیان، شماره تلفنش هم هست 703-554-2165 و خوشحال میشم با شما صحبت کنم و ببینیم که آقای احمدی نژاد به قول معروف میگفت که ببینیم کجاتون میسوزه آب بریزیم اونجا. بله دوستان عزیز، نگاه کنید، ما ایرانی ها که احتمالا این خانم پلنگ و سلطنه هر جا میشینه ادعا میکنه که ما ایرانی ها خیلی فرهیخته هستیم. امروز دیدم آقای آریانپور یک ویدیویی برای من فرستاده، یک خانمی که از ایران 15 سالگی بیرون اومده و 18 سال هست که در انگلستان و آمریکا گویا بوده. ایشون میگه که ما ایرانی ها با اون فرهنگ زیبا، ما ایرانی ها با اون تاریخ زیبا. این درست منو یاد حرف ترامپ میندازه که میگه من میخوام آمریکا رو دوباره برسونم به اون جای زیبا عالی، و هر کی ازش میگه دوباره کی منظورته جواب نداره. از اون خانم باید سوال کنیم منظورتون دوره اشکانیانه، دوره ساسانیانه، دوره هخامنشیانه، کیه؟ هیچ کس جوابی نداره. ولی با هم پیام یک بانوی ایرانی رو دوستان بشنویم. و نمیدونم آمریکایی‌ها میگه نمیدونم گریه کنم، نمیدونم بخندم. ایرانی ها اینو تو شعر خیلی قشنگتر میگه که خنده تلخ من از گریه غم‌انگیزتر است، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم. احتمالا شما تعجب کردید که من چرا شماره این خانم رو نه گذاشتم هم پیامگیره بگه هم خودم میگم. 703-554-2165. میخوام به این وسیله اونایی که با من مخالفن برن به طرف ایشون، برن با ایشون صحبت کنن، برن با ایشون یار بشن، یارگیری کنن، برن اگه باهایی هستن دنبال باهایت، اگر شاه اللهی هستن برن دنبال شاه. ما رو چه کار داریم؟ ما یه عده دیوونه ای نشستیم اینجا برای خودمون داریم صحبت میکنیم. بشنوید دوستان، هنر نزد ایرانیان است و بس. از اول براتون بذارم، اجازه بدید یک لحظه پلی مسیجز. 25 ثانیه ایشون صحبت کرده. به احتمال زیاد این همون خانمیه که دو هفته گذشته در طی برنامه های آقای حسن ارشاد که درباره بهاییت صحبت میکنه ایشون زنگ میزد و فوش میداد و میگفت که آخه کدوم اولاغی برنامه های شما رو نگاه میکنه. و من خندم گرفت و به نظر میرسید که این چون مثلا سه بار اولاغه برنامه های ما رو سه بار نگاه میکنه. البته واقعا داریم به اولاغا توهین میکنیم، چون اگر من معرفت و شعور و فهم باشه همیشه گفتن میگن اولاغ یه بار که از یه جا رد میشه دیگه پاش بیه اون سوراخ نمیره، یعنی از لحاظ حافظه
حافظه خوبی داره، بعد از لحاظ معرفت و اینها کار و زحمت کشی هم که نمونه است. بشنویم صحبتای یک بانوی ایرانی، خانم هادیان، نه هاجیانا، هادیان. مرتی که دعیوس قرمزا چقدر از جمهوری اسلامی پول نگیر میایی توی کشه دهن و گندر بازه آسخان دعیوس قرمزا، تو را از خیلی وقت من میشناختم، سالهای سال از ایران میشناختم، برای گوش و جاسوس جمهوری اسلامی کسافت اومده توی مملکت آدم دهن زیادی وا میکنه، کسافت دعیوس. من حقیقتش دلم برای شوهر ایشون میسوزه، دلم برای فرزندان ایشون میسوزه. یک نواری پخش شده با عنوان فاطمه اره‌ای، نمیدونم شنیدید یا نه، احتمالا اگر امروز وقت کنم براتون پخش میکنم. یکی از این روزخونایی که روزخونای زن توی مجلسی داشته راجع به آقایون صحبت میکرده، بعد یکی از حضار، یکی از حاضرین میگه خب اینقدر از خانوما میگی که اگر آقایون اینجوری فلان، اگه آقای بد باشه چی؟ روز بعد خدا نصیبتون نکنه. ببینید چی میگه. هومن آریافر میگه خوبه. آقا چی خوبه عزیز من؟ من که میدونی مثلا دو دقیقه برنامه اجرا میکنم بعد نگاهی این ور میکنم، شما میگید خوبه. حالا من این پیام خانومه رو پخش کردم، پیام این خانومه خوبه، صدا و تصویر خوبه، برنامه مردم تیوی خوبه، شما خوبی، من خوبم، مرسی. آها، زن بیادب به درد طویله هم نمیخوره، ایشون خانم آقای آریافر نوشته، ممنونم. میگه که مثل شاه اللهیا حرف میزنه. بذارید یه چیزی که من رضا زرابی گفت و باهاش هم عقیده هستم، رضا زرابی، حالا ما نمیدونیم اسم شما کوروش، رضا، سکینه از چیه، تکلیف ما رو معلوم کن. مرسی. هومن میگه که صداتون میرسید و خوب بود، خیلی ممنون. رضا زرابی میگه اگه متوجه باشین روی وبسایت های مختلف که میری، شاه اللهیه با موافقین خودش خوب صحبت میکنه، با مخالفین به نحو بی‌تربیت ترینی که موجوده، چپه همینجور، کمونیسته همینجور، مجاهده همینجور، گوینده های تلویزیون همینجور، من باش هم عقیده هستم. منی که میبینی با شما ممکنه خیلی هم کاکو جون باشم، به یه مخالفی که میرسم فوش خار و مارده رو مرده و زندهشم از تو قبرستون میارم بیرون. و این متاسفانه اشکال ما هست. صادق هدایت درباره فوش و فضیحت در بین ما ایرانی ها گفته این یه سرمایه بزرگیه که ما داریم تا میتونید ازش استفاده کنید. اینم از خب ببینیم که چه باید کرد. و love you، مرسی، we love you too، خیلی ممنون. آقای لطیف زمانی همیشه به من مهر و محبت داشته. یادم میاد چند مدت پیش یه شخصی از انگلستان بدون اینکه ما رو بشناسه، چون الان مجاهدین یه پولی بهش دادن برای تبلیغ، یه چیزایی گفت، تماس گرفتم به ایشون، بهش گفتم که ببین تو انگلستانی، منم تو آمریکا، و معمولا این دوتا کشور یه قانونی داره و کاری نکن که من بیام دنبالت. اگر یه روزی مطمئن بشم که یک مال و منالی داری، مطمئن باش که میرم یه وکیلی میگیرم، چون وکیلا اینجا که میری شما اگه بگی من میخوام کوکاکولا رو سو کنم فوری میگی بیا تو، ولی اگه گفتی میخوام برم این مثلا سوربی رو سو کنم، میگی که سوربی خر داره، میگی نه، میگی خب کسی که خر نداره پالونم نداره، درسته؟ میگی برای چی میخوای بری سوش کنی؟ برای چی میخوای وقت منو تلف کنی؟ حالا ما مگه میدونستیم که اون آقا یه پولی چی داره؟ بعد ایشون گفت آقا ولش کن، اصلا این کارش اینجوریه و فلان، نه درصد ممنونم از شما و ببینیم که چی باید بشه. 23 دقیقه گذشته، اجازه بدید من این به اصطلاح آگهی ستار رو براتون پخش کنم. و بازم ممنونم از فرخ که گفت اشکال ما اینه که اینا رو چون اینجوری پخش میکنیم صدا اونجوری میشه، ولی فعلا ما راه حلی هم نداریم. ستار دهم مارچ، اینجا ببینم این میشه براتون اینجوری بذارم، از آقای شهبازی و از طریق ایریان، یا ما میگیم آریان، ایریان پروڈاکشن، که همین دهم مارچ یعنی 11 روز دیگه اونجا من هم خواهم بود. امیدوارم شماها رو هم ببینم.
صدای این رو هم کم میکنیم، با هم میبینیم. آریان پروڈکشن پراودلی پریزنتس شنبه 10 مارچ، مجللترین شب نشینی نوروز در واشنگتن دی سی با سه چهره محبوب موزیک پاپ ایران. ستار سرخ صورتم هستی ام با زردتنم هنگام کجا بودی تا حالا احمد ایسا بستت شدم و به تو کردم آدم دیگونتم عشقم تو باید مال من باشی در تالار زیبای چری بلاسم استرلینگ ویرجینیا. ستار هنگام احمد سیدی از چری بلاسم بانکوئت هال با پذیرایی کامل. تهیه بلیط در مراکز منتخب ایرانی و آنلاین از kodum.com. Tickets available at most Persian stores and online at kodum.com. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 571-242-0226 تماس بگیرید. خب بسیار ممنون، به امید دیدارتون 10 مارچ در سالن زیبای چری بلاسوم، شکوفه های گیلاس، شکوفه های آلبالو. و عید نزدیک میشه، همین شنبه خانم گوگوش 3 مارچ در نیویورک برنامه داره و دلیلی که ما آگهیشو اینجا پخش نمی‌کنیم، بلیط‌ها تا اون حد آخر فروش رفته، احتیاجی نیست، ولی اگر می‌خواین و هنوزم مشتاق هستین روی وبسایت‌های مختلف یا با آقای آرمان شهبازی تماس بگیرید و بلیط تهیه کنید. ستار رو نشون دادیم. دوستان کسی می‌دونه چرا شیخ بهایی اسم خودش رو بهایی گذاشته؟ و شیخ بهایی مثل که نقل 400-500 سال قبل بوده، اصلا اون موقع خبری از بهاییت و باب و اینها نبوده، اینا 150-60 سال احتمالا 170 سال سابقه دارن. ولی چرا شیخ بهایی اسم خودش رو بهایی گذاشته؟ اگه کسی میدونه، میدونه که ایشون مهندس خلاق بود و یک حمامی رو در اصفهان با یک شمع میگن هم روشن میکرده، یعنی نور میداده، هم گرما. و بعد آمدند و کارشناسا نگاه کنن و اینها ریختن به هم خرابش کردن، معلوم شد که ایشون از اون گاز فاضلاب، گاز متانول هست چی هست، از اون استفاده میکنن. همینجا هم وقتی شما از کنار جاده که رد میشی، اونجایی که لندفیل هست، برای که اونجا منفجر نشه، یک لوله های کشیدن و مثل شعله های گاز اهواز و اینها، آبادان اینها همینجور داره میسوزه. اینا شعله های گازی هست که اون به اصطلاح آشغالایی که اونجا جمع شده وقتی دیکمپوز میشه و اینها اون گاز رو تولید میکنه. اگر اینجوری مصرفش نکنن از یه جایی میزنه بیرون و منفجر میشه. گویا این آقای شیخ بهایی این کارو میکرده و نزدیکش هم یک آسیاب عصاری بوده. آسیاب عصاری اونایی بودن که روغن میگرفتن. حالا نمیدونم روغن اون موقع از چی میگرفتن، اون موقع که ما فکر میکردیم روغن فقط از حیوانات میگرفتن، ولی گویا روغن های لابد مثل کنجیت و اینها، که روغن کنجیت میشه ارده، لابد اینجوری بوده، روغن زیتون و فلان اینها، گویا به اصطلاح بله آقای هومن آریافر میگه که درسته گاز بود نه شمع. احتمالا اون یه شمع روشن میکردن، مثل ما میگفتیم پیلوت، اینجا میگن پیلوت، لابد اون بوده که اگر اون خاموش شد باز دوباره روشن بشه و اینها. در صورت یه ویدیو جالبی من دیدم دیروز و اینو لازم دونستم که اینجا بنویسم، حمامی که با یک شمع کار میکرده، گاز فاضل آب و روغن عصاری. ولی حالا سوال ما این هست که چرا این آقا، اسم حقیقیش الان یادم نیست، ولی به اصطلاح اسم بهایی رو، شیخ بهایی رو برای خودش امتحان کرده. دوستان عزیز، یه دوستی لطف کرد و یه پیامی برای من گذاشت و چون ایشون تو کارهای رادیو تلویزیون و گزارشگری و خبرنگاری و اینها بوده، برای من تعریف کرد که چندین سال پیش با مثلا گوگوش، وقتی گوگوش خیلی جوان بوده، دختر کوچولویی بوده، ایشون هم اون موقع پسری بوده و اینها، مثلا بازی میکردن تو مهمونی ها و اینها. بعد میگه بعد از چند سال گذشت با یکی از دوستان و هنرمند
رفتیم یه جایی که دیگه حالا گوگوش آتش پاره نبود. میدونید که گوگوش اولی که کارش شروع کرده بوده به عنوان آتش پاره و برای باباش کار میکرده، بعد که بزرگتر میشه و احیانا اون موقع که دیگه با آقای محمود قربانی ازدواج کرده بود و اینها، اون نام گوگوش رو برای خودش انتخاب میکنه. ایشون باز میبینه و خب دیدید آدم وقتی یک کسی رو میبینه میگه که آره من یادت میاد اونجا رفتیم، مثلا اکبر آباد رفتیم، علی آباد شما، علی آباد کجاست؟ آبعلی. آبعلی من یادم نمیره، از اون بالا افتادم با برف پایین سیزده بدر. در هر صورت شما سیزده بدر چرا برف داشتید؟ بمانه. بعد میگه که خانم گوگوش با عصبانیت گفت که نه من اصلا یادم نمیاد. نه وقتی رفت میگه که دوستان گفتن که گوگوش به خاطر اینکه زندگی بچگیش پر از درد و رنج و بیخوابی و تو محیط کثیف کاباره و میدونید 65 سال پیش، شما گوگوش الان 68 سالشه، ایشون از 3 سالگی باباش توی کافه رستوران ها کار میکرده، اینم میبرده. و ببینید اون موقع شب یه بچه 3 ساله‌ای بعد توی اون محیط توی 65 سال پیش کافه و کاباره ها تو ایران تو تهران، ببینید چه خبر بوده. در هر صورت بهشون گفتم من میتونم پخش کنم این نوارو، چون توی پیامشون گفته بود حالا هر کاری خواستی با این نوار انجام بده. بعد خوب شد من پرسیدم، ایشون گفت نه احتیاج نیست، من برای خودت فرستادم. گفتم خب دیگه پس هر کاری خاصی انجام بده. در هر صورت بله، من این رو از دیگران هم شنیده بودم که خانم گوگوش دوران بچگی مشکلی داشته. به همین خاطر دوستان من بهتون میگم که بچه هاتون رو توی بچگی اذیت نکنید که برو پیانو یاد بگیر، برو شنا یاد بگیر، برو فوتبال یاد بگیر، برو این، برو اون، برو اون. اون وقت میشن مایکل جکسون، 50 سالشون که میشه میمیرن. بعد نمیدونم 30 سالش که میشه این همه پول داره، با هیچ بچه بازی نکرده، میخواد با بچه ها بازی کنه، از نظر مردم میشه بچه بازی، جرم دولتی، جرم اجتماعی، جرم اخلاقی و بماند. خیلی ممنون. آقای اوستا میگه درود بر سربی عزیز، منم به شما سلام میکنم و گفتم ما 20 سالمون که بود توی ارتش میگفتیم درود صبح. حالا این همه درود گفتیم به جایی نرسیدیم، امیدوارم این درود شما این بار ما رو به یک جایی برسونه. و اما یه فیلمی رو من از ایران دیدم که بعد میان ترکیه و فیلم نیست، ماجرای حقیقیه، دو تا نمیدونم به اینا اصلا میشه بگی آقای ایرانی، دو تا جانور ایرانی که دخترای ایرانی رو خرید فروش میکنن و میارن و میبرن اینها. بعد جالبه که اینها با هم دعواشون میشه، با هم دیگه چاقو کشی و فلان، و میخواستم درباره صحبت کنم. بعد گفتم چرا همچین کاری بکنم که به اصطلاح برای اینها تبلیغ مجانی بشه، اینه که با اجازتون خط میکشم روشون. امیدوارم اگر زندگیشون رو عوض میکنن آدم های بهتری میشن، خب موفق باشن، ولی اگر نشن طبیعت خط بکشه روشون، یعنی یه جوری از بین برن. باور کنید هر چی اینا از بین برن، اینا مثل بگم چی، مثل ویروسن، مثل قده سرطانی هستن. و اما روایت دختر پرسپولیس، اولا یه دو سه تا تبریک. یه تبریک برای اینکه خانما رفتن بسکتبال مسکی نگاه کردن، امیدوارم که حرکت آقایون یه جوری باشه، حرکت خانما یه جوری باشه که همین جوری که یواش یواش تونستن به اینجا برسن و عرضه و قدرت و به اصطلاح پشتکارشون بهتر از مردا بوده، همین کار رو ادامه بدن. مردا هم دیگه واقعا باید خجالت بکشیم که تنها هی رفتیم، هی اینا نشستن خونه، اونجا رفتیم نمیدونم شیر سماور رو هدیه کردیم به داور و فلان و بیسار و اینها. حالا دیگه آدم بشیم، اگه میخوایم تبلیغ هم کنیم تبلیغ خوب، اگرم تبلیغ کنی شعار بدید، اینجا میگن چیرز، یعنی داد بیداد کنید، ولی فوش فضیحت نکنید. شنیدم که قرار هست 8 مارچ هم راهپیمایی و تظاهرات و اینها در ایران باشه و گویا بهشون اجازه دادن بعد از 11 سال. این رو هم اگه پیدا کنم براتون میخونم. ولی یه فیلمی هست روایت دختر پرسپولیس، بذارید من ببینم. آهان اینجا با اسم دختر اینجا گذاشتم، بذارید اینجا نشونتون بدم. بریم پلیر 4 و این خیلی جالبه.
و واقعا به شهامت و شجاعت این خانم باید آفرین گفت. البته خب بعض وقتا اینا ریسک میکنن و امیدواریم که به اصطلاح خطرناک نبوده باشه. ایشون رفته خودش رو خودتون ببینید دیگه، زلزله تهران اومد و من پیش خودم فکرم گفتم چرا باید من تو زلزله بمیرم و نرم به آرزوهام نرسم، به چیزی که دوست دارم نرسم. و رفتم این تصمیم گرفتم که برم و خواستم رو عملی کنم. من از چند روز قبل رفتم لباس خریدم، کفش خریدم، دیگه از کلاه، پرچم، از هر چیز که بگید رو تهیه کردم. و اینکه رفتم ریش خریدم برای خودم، چسب و موهامو کوتاه کردم، موهامو با ماشین زدم، این بغل و پشت رو با ماشین زدم، کلاه گذاشته بودم، سفت کردن رو بسته بودم. ولی دوستان چقدر قشنگ گیریم کرده. اینجا یه برنامه بود به نام Undercover Boss و می اومد رئیس شرکت‌های بزرگ رو با یه هزینه خیلی زیادی گیریم میکرد و اینها که نشناسن میفتن. هم من هم همسرم نگاه هم میکردیم، میگفتیم که از اون ور خیابون که رد میشه معلومه قلابیه. ولی شما تصویر این خانم رو ببینید بعد از اینکه گیریم کرده، اونم خودش نرفته یک جایی که چهره ساز هستن، مثل که الان این روزا به اونایی که گیریم میکنن، قدیما میذاشتن گریمور، مثل که الان میگن چهره ساز یا یعنی چیزی. ببینید چقدر قشنگ کلا گذاشته سرش که باقی موهاش کاور بشه، اون ریش و ایناری که خریده چسبونده و مثل آقایون رو صورتش هم خط کشیده و خلاصه رفته و گویا بازیکنای پرسپولیس هم اومدن و باهاش صحبت کردن و گفتن که خوشحالیم که اینجا هستیم ولی این کار رو نکن، این کار خطرناکه. درصد ما بهشون تبریک میگیم. روایت دختر پرسپولیس، ویدیوی دختر اینجا نشون دادم. بله، آقای محمود قربانی، کودتای نوژه در محفل‌های شب نشینی. خب دیگه کودتایی که تو شب نشینی صحبتاش باشه. اتفاقا برای بابک هروی فرستادم ببینم نظر ایشون چیه و در رابطه با بابک. چند تا از شما دوستان سوال کردید، میگید که آقای بابک هروی طرفدار یا دنبالرو رضا پهلویه. تا اونجایی که من میدونم نه، ایشون بوده ولی بعد دیده این مرد عمل نیست، ولش کرده، مثل ماجرای ما دیگه. ولی اینی که جدیدن این نشستی که انجام دادن با این گروه ایرانیان امریکن اینستیتوت، دیگه شما دیدید خودش فیسبوک داره، خودش صفحه داره، خودش پروفایل داره، با خودش مستقیما تماس بگیرید. آمریکایی‌ها میگن he said she said، یعنی اون یه چیزی میگه، من میام به شما یه چیزی میگم، برداشت شما یه چیزی دیگه است، بعد شما میگید شما گفتی، من میگم نه اون گفته. اینجوری با هم مستقیم صحبت کنید. بعدم حالا مثلا اگر بابک طرفدار رضا پهلوی شده باشه، شما میخوان برین دنبالش، برید دیگه تماس بگیرید باهاش، با خودش مستقیما. و اما این پیام درباره گوشم این، بله، 3 بعد از ظهر، هنوز 23 دقیقه مونده، ما برسیم به این پرونده ها و برسیم به پیام هایی که دوستان لطف کردن. این دوستمون شمارش فکر کنم آقای منوچهر خان باشه، ببینیم خودشونن. بله بله، گوش کنیم با هم. آقای شربی، منوچهر هستم، سلام میکنم، انشاءالله جانتون خوبه. عرض کنم که در مورد دو سه مسئله کوچیک، البته پیام مسئله نیست که پخش بشه، شاید هم پخش بشه بهترم باشه. من دلم میخواست که با برنامه که با آقای محمد علی مسعود انصاری داشته باشی، در صورت به صورت زنده با تدیشون سوالاتی دارم، شاید هم این سبب بشه که دیگران هم به این مسئله توجه داشته باشن، همین سوالا رو کرده باشن. دومین مسئله این که دوست عزیز، منم سلام میکنم به شما. منوچهر از بوستون یکی از بینندگان با وفای ما هست. تا روزی که کار میکرد ماهیانه تلویزیون مردم رو حمایت میکرد، بعدش هم گفت من الان دیگه کارم رو از دست دادم و نمیتونم حمایت کنم. ما گفتیم هیچ اشکالی نداره. و درباره آقای احمدعلی مسعود انصاری که برنامه‌های مختلفی در رابطه با
رضا پهلوی، فرح دیبا، شاه ایران و چیزای دیگه در رابطه با این خانواده گفته، شما میگید که من دلم میخواد تو برنامه زنده. الان سالهاست که دیگه ما تو برنامه زنده به اصطلاح پیام نمیگیریم از بینندگان. بهترین کار اینه که اتفاقا مثل همین که الان شما پیام گذاشتید، پیام بذارید، بگید من سوال دارم آقای انصاری، مثلا خود من سوال دارم. اتفاقا امروز صبح از ایشون پرسیدم رضا پهلوی یه جایی به کامبیز حسینی، بالاخره بعد از اینکه سالها ما گفتیم بابا اینا دروغ میگن، اینا پولدار هستن و اینها، کامبیز حسینی گیرش میندازه اینجا، میگن توی گوشه توی کورنر، و این میگه پول، میگه مدارک هست برید بخونید، میگه نه آقا تو الان اینجا هستی، سندم احتیاج نیست، بگو ببینی. میگه ما 62 میلیون داشتیم. دوستان شما سال 1979 شما و خانوادت و پدرت و مادرت چند پول داشتید؟ 1979 یعنی سالی که انقلاب شد، که پولت هم خارج باشه، وقتی میاد خارج پول منتظر تو باشه. 62 میلیون دلار. بعد آقای انصاری گفت این دروغ میگه، این یه قلمش رو میگه نه قلمای دیگه. ولی آقای رضا پهلوی تو اون برنامه میگه که در دعوای دادگاهی که داشتیم با فامیلمون، منظورش همین احمد علی مسعود انصاریه، میگه توی اون دادگاه از من خواستن که به اصطلاح اقلام داراییم رو بنویسم و نوشتم و هست. من از آقای انصاری امروز پرسیدم که همچین چیزی هست یا این باز هم دروغ میگه. آقای انصاری گفت که یادداشت میکنم، توی برنامه در این مورد صحبت میکنه. شما دوست عزیز منو چهره گرامی چیز کن دیگه، همینجوری یا ایمیل برای من بفرست. میدونم که با ایمیلت مشکل پیدا کردی، اگه دوباره درست شده ایمیل ما هست USA، من و تو تو آمریکا هستیم، یه نقطه بذار که USA و سوربی قاطی نشه. بعضی وقتا خوبه نقطه سر خط، که اگر هم سر خر باشه که دیگه بهتر، قاطی نکنیم، ما این نقطه ها رو باید بذاریم. USA نقطه سوربی sorbi@gmail.com آسون ترینه، یا همین شماره تلفنی که الان خدمتت هم نشون میدم هم میگم، 202-695-2573 تلفنمون، هم میتونی پیام بذاری مثل این خانم فوش بدی، هنرتو به گوش دیگران برسونی. خانم هادیان شماره تلفنش چند بود؟ خیلی جالبه اینا که هی تلاش میکنن مخفیانه زنگ میزنن. بعضی وقتا این سیستم ما با وجودی که چیپ هست ولی تلفنشون رو نشون میده، یا خودشون با وجودی که چون خیلی عصبانی هستن یادشون میره اون کاری که باید انجام بدم. نمیدونم چی کار میکردیم وقتی میخواستیم یکی شمارمون رو نبینه، 069 یه چیزای اینجوری میزدیم، بعد از اون ولی 0 از این مکافات. در صورت اینجوری گندشون بالا میاد، در صورتی که ما همیشه گفتیم مخالفین میتونن بیان اینجا مثل انسانهای قرن 21 با هم صحبت کنن. و اگر این خانم دوستان به اصطلاح خبر دارید که خانواده هادیان، اگه این هادیانی باشه که مال شیرازن، اتفاقا من با اکبر هادیان آشنا بودم، حتی سال 1986 هم ایشون میمد دم اون فروشگاه و نمایشگاهی که ما داشتیم، بعدم همسرشو طلاق داد، بعدم گفت میخوام برم از شیراز از تو کوچه خودمون زن بگیرم، چون وقتی بگم حاجی قوتک میفهمه یعنی چی. الان من گفتم حاجی قوتک، احتمالا خیلی از شماها که اهل شیراز نیستید نمیدونید چیه. حاجی قوتک همین آرد نخودچی با شکر قاطی میکردن، یکم هم بعض وقتا مثل که سینمان دارچین هم میزدن بهش. فکر کنم شما میگین قویه، نمیدونم یه چیز دیگه میگین، یه پودریه که اگر هم میخوردی تو گلود گیر میکرد میخواستی خفه بشی. در اصلت اینه یک قرون میدادیم حاج قوتک میخریدیم میرفتیم مدرسه. این آقای هادیان اگه شما از اون خانواده باشی، اینا توی شیراز مغازه و بقالی و اینها داشتن و خانواده خوبی بودن. حالا اگه ایشون از همونا هست خب دیگه چه بهتر، اگه ما رو میشناسی از شیراز بیا بگو دیگه، چون همه شیرازی ها ما رو میشناسن. شما بری تو بازار، این اونجا به سوربی میگن سوربی، بری اونجا ترقشنگ گلوله ها هنوز هست برای فروش و در خدمتتون هستیم. در صورت منو چه خان پیاماتو ما، مگر اینکه من با شما قرار بذارم که آقای انصاری فلان روز برنامه داره، بعد به ایشون هم بگم
دو یو من مشکلی نیست که ما زنگ بزنیم با آقای منوچه، ولی فکرشو بکن همون موقع شما میبینی تلفن دیگه جایی هستی که رسپشن نداره، توی تونل هستی، توی فروشگاه هستی، خونتون تو بیسمنت هستی، بهترین کار سر دل استراحت پیامتو بذاری، ما پیامو یادداشت میکنیم میفرستیم برای آقای احمد علی مسعود انصاری تو برنامه آیندهشون بگن دنباله پیام شما رو بشنویم. برنامه شما رو با آقای بابک ایرانی دیدم روز جمعه، البته در آرشیو یا بایگانی دیدم و خیلی هم خوشحال شدم و به نهایت برنامه جالبی بود و دلم میخواست که شما یه لطفی بکنین، چون من ایشون تلفنشو ندارم، رفتم توی آنلاین نبودی و یکی آقای ایرانی، دومه آقای بهرامی از نیویورک، چون این آقایون بی نهایت از همای خوشفردی هستن و شاید بتونن کمکی بکنن که من راجب اون کتابایی که صحبت شده بود قبلا این آقایون بتونن یه کمکی بکنن. من صحبت خوشحال میشم که چون من تلفن آقای بهرامی دارم ولی تلفن آقای درمی ندارم و تلفن من هم 774. بله دوستان عزیز، این دوستمون آقای منوچه یه سری کتاب دارن که احتمالاً کتابای نفیس و قدیمی و اینها هستن، یه سری هم گویا نشریه‌ای دارن که اگر کسی مایل باشه ایشون میگه که مایلم بفروشم، هم پولش رو احتیاج دارم هم دیگران از اینها استفاده کنن، اگه خواستین باهاشون تماس بگیرید. ولی من با وجودی که ایشون گفت این پیامو میتونید پخش کنید، آخه دوستان اینجوری هم اولی که میگن میتونی پخش کنی یادشون نیست که آخرش شماره تلفن گفتن، بعد ما شماره تلفنی که میگیم اگه 10 نفر بهشون زنگ زدن میگن آقا شما چرا شماره تلفن ما رو دادی؟ والا من شماره تلفن شما رو ندادم، شما تو پیامت گفتی. در هر صورت اگه میخواین شماره تلفنتونم بگید، اتفاقا شما میتونستید از این استفاده کنید به عنوان آگهی برای فروش کتاب ها. دوستان یاد بگیریم از حداقل زمان حد اکثر استفاده رو ببریم. من یکی از دوستان گفت آقا سوربی اصلا وقت ندارم، من بهش گفتم آقا راه حلش اینه که میخوای چیکار کنی؟ گفت امروز باید ماشین بشورم، لباس بشورم، خودم دوش بگیرم، برم فلان جا. گفتم ببین عزیز من، برو این ماشین شوری، وقتی رفتی شیشه ماشین رو بکش پایین، این سانروفش هم باز کن، ماشینت شسته میشه، آب ریخته میشه، خودت شسته میشی، لباستم شسته میشه، از اون برم میری، اینا بعد با این چیزا میزنن مثل سشوار همش خشک میشه میای بیرون. گفت مسخره میکنی؟ گفتم نه مسخره نمیکنم، وقتی شما میگی انقدر وقت کم داری راه حلش اینه. حالا شما آقای بهرامی نیویورک رو من نمیشناسم، ولی آقای هروی عموی ایشون یکی دیگه هم هست که به اصطلاح نه مصطفی هروی که فوت شد، اینا رو در اصل برای بابک میفرستم، احتمالاً با شما تماس میگیره. ممنون و متشکرم. بریم با سراغ چیز شما، سراغ پیام های دیگه. یه پیام دیگه دارم اینجا، اینم بذارید پخش کنم. من این پیام ها رو اگر قبلاً آماده کنم سریعتر میتونم پخش کنم، ولی متاسفانه وقت کمه. فکر کنم اولین کسی که باید ماشینش رو ببره ماشین شویی، سقفش رو باز کنه، پنجره‌هاش هم باز کنه، خود منم. بشنوین. جناب آقای سوربی، من انقطاع هستم، ناصر انقطاع. اگه زحمتی نیست. آها خیلی ممنون. این پیامو دیروز من گرفتم و آقای انقطاع احتمال زیاد اون روز که من درباره ایرانیان امریکن اینستیتوت صحبت کردم و اسم ایشون هم اونجا بود، یا درباره ماجرای دکترا از اون گلوبال یونیورسیتی صحبت کردم، احتمالاً یا خودشون دیدن یا دوستان به گوششون رسوندن، میخوام در اون باره صحبت کنم. ولی دوستانی که با ایشون دوست هستن بگید به ایشون من اخلاقم اینه، باور کنید من وقتی مهمون دارم برای برنامه میاد اینجا میگه من امروز میخوام راجع به این صحبت کنم، که این تا میگه که میگم سر کن، تاپیکش رو گفتید اون اشکالی نداره، ولی موضوع رو اگه باز کنی بعد در حین برنامه بگی برای من خسته کننده میشه. بعد من آقای انقطاع نه وقتش رو دارم و مطمئنم که وقتی من به شما زنگ بزنم حاصل صحبت‌های من و شما این میشه
که شما میخواین من رو توی رو دروازه گیر بیارین که مثلا راجع به بهایی ها صحبت نکنم، مثلا راجع به این که شاه دیپلم نداشت صحبت نکنم. چون یه دفعه من از آقای انقطاع سوال کردم که آقا این که میگن شاه دیپلم نداشته درسته یا نه، ایشون گفت بله شاه دیپلم نداشته و گویا این شاه اللهیا حمله کردن و نمیدونم. میدونید شاه اللهیا دست به حمله شون خوبه، یعنی همشون کوچلوارشونه که در بیاری آسینشونو بزنی بالا یه شعبون بیمخ از داخلش میاد بیرون. در صورت آقای انقطاع عزیز، من چیزی خارج از برنامه ندارم، من هر چی هست همینه. همون خانمی هم که فوش میده، باور کنید من خوشحالم که برنامه رو نگاه میکنه، چون میبینه، میبینه که سربی اینه. 20 سال اگه منو میشناسه، اگه منو از ایران میشناسه که خب دیگه بهتر، اگه از اینجا میشناسه 20 سال منو تو رادیو تلویزیون ها دیده، دیده که این سربی همینه. اشتباه کنه میگه اشتباه کردم، یه خبری رو غلط خونده باشه میگه غلط خوندم، میاد تصحیحش میکنه. و اونایی هم که باور داره میگه باور من اینه، شما هم بیا باور خودت بگو. در اصل ممنون و متشکرم از آقای، اجازه بدین این دکتر اینا رو هم ول کنیم دیگه، آقای ناصر انقطاع. و اما کجا بودی تا حالا؟ این دوست قدیمی ما که مدت از ما ناراحت شده بود و رفته بود و منم از اون ناراحت شده بودم رفته بودم رفت نرفته بودم، اینا اولا یه جایی دارن که برن، من بیچاره جایی هم ندارم، ناراحتم بشم همینجا باید بسوزم و بسازم. میگه شیخ بهایی در مناجات زیبای ایام روزه شیعه اسلام که این روزه است منظورتونه یا روزه است؟ ایام روزه یعنی ما رمزونتون یا روزه که اسلام که 19 بیت دارد، در هر بیت یکی از صفات و القاب خداوند ذکر می شود. در یک حدیث قدسی اسلام مذکور است که در یکی از آن ابیات مناجات سیام نام ظهور اللهی بعد از حضرت محمد، نام ظهور الهی یا ظهور اللهی، ظهور الهی بعد از حضرت محمد مندرج گشته. شیخی متولد در لبنان که در سال 953 هجری، بله این به تاریخ اون میخونه، در دربار شاه عباس تحصیل کرده بود، کشف کرد که پیامبر بعدی با نام بها ظاهر خواهد شد و لذا آن نام را برای خود برگزید. منظورتون اینه که یعنی میخواسته خودش ادعای پیامبری کنه یا از حاصل به اصطلاح شواهد و چیزها فهمید که یک بهایی قراره بیاد، گفت پس من شیخ بهایی هستم. ممنون، این توضیحی که میدید درست میشه، ولی شما میگید در مناجات زیبای ایام من فکر کردم شما بهایی ها این 9 و 19 و اینها رو شروع کردید. دوستان اگه نمیدونید، یک کسی که بهایی هست بیاد بگه برای ما، اونا به جای 12 ماه در یک سال 19 ماه دارن، به جای 30 روز تو هر ماه 19 روز دارن و این عدد 9 19 اینا برای بهایی ها خیلی محترمه. ممنونم، خوشحالم که باز هم با ما هستی و امیدوارم که این بار بتونیم دوستای بهتری با هم باشیم، چون من باور دارم کسایی که دوستایی که با هم دعواشون میشه دیگه میدونن که آقا این نقطه جوشش کجان. مثل شما آبو که میجوشونی میفهمی اینجا مثلا به ایرانی بگیم، به سانتیگراد بگیم، 100 درجه جوش میاد، ولی یه چیز دیگه‌ای که مثلا توش الکل باشه، الکل رو نمیدونم، یخ زدنشو میدونم دیرتر یخ میزنه، در اصل یه چیزی که بیشتر داخلش ناخالصی باشه ممکنه 100 درجه جوش نیاد. این آبی که من و شما مصرف میکنیم آب خالص نیست، احتمالاً رو 110 درجه جوش میاد. من و شما دیگه الان میدونیم کجا جوش میاریم. اتفاقاً ایشون خیلی وقتا هم کمک میکرد به من تو کارهای وبسایت و اینها، از اون بابت هم از ایشون ممنونم. خوشحالم که هنوز بیننده من هستی، نشون میده که من حرفی برای گفتن و شما رو اونجا نشوندن و میخکوب کردن داشتم و دارم. مرسی که هستی. و اما بعد از 11 سال فراخوان برای تجمع 8 مارس در ایران. دوستان میگن این تظاهرات و تجمعات ماه دی حسابی به آخوندها به اصطلاح اون پیام انقلاب شما رو شنیدم به اینا داده، ولی اینا انقدر پررو هستن و مثل شاه فوری از چیز در نمیرن که نیومدن بگن ما پیام انقلاب شما رو شنیدیم و حالا
من میرم برای چی میگن مداوا، و وقتی اوضاع خوب شد یا خواهرش اشرف معامله کرد با ایتالیا و نمیدونم با شعبون بیمخ، برمیگرده. اینا وای میسن اینجا، ولی امیدواریم که قبل از این که به اصطلاح مردم تیک تیکشون کنن، به قول آقای فاضلی بالای هر درختی آویزونشون کنن، یا جوکایی که براشون ساختن عملی بشه. میگن یه نفر زنگ زد به اداره راهنمایی، به اداره راه، و گفت که من زدم به یه مارمولکی کشته شده، چیکار کنم؟ گفت مارمولکه رو بکش کنار. گفت عبا و عمامش هم بکشم کنار یا عبا و عمامش وسط جاده باشه. بعد از اون فیلم مارمولک خیلی ها آخوندها رو به عنوان مارمولک خطاب میکنن. در هر صورت موضوع اخبار ما، خبر ما این بود. بعد از 11 سال فراخوان برای تجمع 8 مارس در ایران. به گزارش دویچه وله، جمعی از فعالان حقوق زنان در ایران فراخوانی برای تجمع مقابل وزارت کار در روز 8 مارس، روز جهانی زن، منتشر کردند. آخرین تجمع خیابانی در روز سال در این روز در سال 1385 برگزار شده بود. کانالی در شبکه اجتماعی تلگرام روز چهارشنبه 9 اسفند 28 فوریه امروز با نام فراخوان تجمع 8 مارس ببخشید آغاز به کار کرده است. در این کانال تلگرامی از زنان و مردان اینا خواسته شده تا علیه نابرابری و برای دستیابی به شرایطی انسانی تر در روز جهانی زن، پنجشنبه 17 اسفند 8 مارس مقابل وزارت کار در تهران تجمع کنن. اگه دوستانی هستن که نمیدونن خب رابطه زنان و اداره کار چیه، روز جهانی زنان یا همون 8 مارس، اگه اشتباه نکنم ماجرای کارگرای زنی بود که در کارخونه ها کار میکردن و اینها برای دستمزد کم، ساعتهای زیادی که به کار میکردن، تظاهرات کردن و از اون سال 8 مارس در سر تا سر دنیا زنها جمع میشن. و برای من خیلی جالب بود که من فکر میکردم آخرین تظاهرات زنان در رابطه با حجاب و همون اوائل انقلاب بوده. خیلی خوشحالم که میگه حتی 11 سال پیش هم زنان همچنان به این تجمعات و فعالیت خودشون ادامه میدادن. امیدواریم که حالا این شد 17 اسفند. بعد یادتون باشه 14 اسفند جبهه ملی درخواست کرده بود که گویا بهش جواب منفی دادن. و همینجا تو آمریکا هم دیشب داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم، یه سری رفتن تقاضا کردن که تو همین مسیری که شما تجمع را میندازین برای کریسمس، به اصطلاح تظاهرات را میندازین، ما تو همین مسیر برای فلان گروه میخوایم برنامه بذاریم. و انجمن شهر و اینا تصویب نکردن. البته اون خانومه گوهب نداره، حالا که انجمن شهر تصویب نکرد، من بلند میشم میام مجلس و اینها، و همینجوری دنبالشو گرفته، ولکن معامله نیست. گفت که کاکو جون اینو بخون یه وقت فشارت نزنه بالا. در خیابان آزادی تهران آیزنهاور قبلی، چهارراه خوش، محل کارخانه پپسیکولا، مسجدی هست شاید به نام الجواد، مطمئن نیستم، سال 1352، شاید هم عقبتر. این جمله به فارسی و انگلیسی نوشته شده، زمان شاه رو دارم میگم. هر کس به جز دین اسلام دین دیگری انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد بود و او در آخرت جزو زیانکاران است. خیابان اصلی فرودگاه مهرآباد و محل تردد کلیه خارجیان بود. کارمون خرابتر از اونی هست که حتی سربی میگه کارمون خیلی خرابه. دوستانی که فکر میکنن رضا شاه یا شاه با آخوندا بد بود و با باهایا خوب بود، شاه که با کلنگ با تیمسار باتمانگلی، چه اون یکی دیگه بختیاری که رفتن به اصطلاح محفل اینا رو ریختن پایین. اصلا اینا چی هن وقتی میگن دو شخصیتی هن و اینها، حالا تو چه کلمه خارجیش میخوام بگن، اینا خودشون هم نمیدونن چیه. شاه تو کتاب مثلا مأموریتی برای وطنم میاد میگه که من میدونم اونایی که دیکتاتور هستن توی مملکتشون تک حزبی را میندازن، مثل هیتلر و دیگران، اسم میبره. بعد میاد تو کتاب
پاسخ به تاریخ میگه که اشتباه من اون تأسیس حزب رستاخیز بود. حالا جالبیش اینه که شاه میدونسته که این کار رو دیکتاتورها انجام میده، انجام داده، فهمیده اشتباه کرده، هنوز شاه اللهی ها گیر دادن که نه آقا اون حزب رفتابیخ خیلی خوب بود، خوششون میاد دیگه رفتابیخ. در هر صورت اینم از این ماجرا و ممنونم از پتیک عزیز که اینو نوشته. و اما درود آقای سوربی. بله این همون بود که ترانه تابکی من در این باره صحبت کردم. دوست عزیز شما هم میتونید اگه نظری دارید یا پیام بذارید یا تلفن بزنید و اینها. ساعت 2:59 است. بذارید من پیام این دوستمون رو که برنامه شماره چند رو تشکیل میده، برنامه شماره 41 رو بذارم اینجا. و ایشون گفته که در ساعت 12:00 به اصطلاح یه عکسی نشون بده، بعد از 13:00 یه عکس دیگه‌ای تو گفته‌هاشون هست. من این کارو میکنم، ولی عکس دومی چون واضح و شفاف نیست، من خودم اینجا سعی میکنم این عکس رو تیکه تیکه کنم به شما نشون بدم. دوستان عزیز بعضی وقتا ما این مشکل رو داریم، به خاطر همین مثلا مانیتورای ما اینجا میچرخه، هم میشه عمودی نگاه کنیم هم میشه افقی. شما هم حتما دیدید یه چیزایی براتون میفرستن که تو تلفنتون وقتی اینجوری نگاه میکنید یه عکس کوچولو هست این وسط، ولی وقتی میچرخونینش تمام صفحه میشه. البته اگه مشکل داشتین با چرخیدنش میتونین اون عکس رو قفل کنید که نچرخه. ما همه برنامه‌مون شده آموزش، چیکار کنیم؟ اینا میگن once crazy always crazy، اینا میگن وقتی یه بار دیوونه باشی همیشه دیوونه هستی. ما حالا معلم بودیم، همینجوری معلم بودن اون ادام میده. میخوام ببینم این خانم هادیان من از موقعی میشناسه که معلم بودم، یا من از موقعی میشناسه که دانشجو بودم، یا از موقعی میشناسه که هنرجو بودم، چی بوده؟ درصد زنگ بزن تماس بگیر با هم صحبت کنیم. بعد میخوای باز تلفنتو اعلام کنم دوستان به شما بپیوندن، ولی خیلی خوب میشه اگه بیای بگی مثلا بهایی هستی، طرفدار پادشاهی هستی اینا، و از این سکو استفاده کنی مجانی تا دوستان دیگه هم به شما ملحق بشن. دوستان عزیز، تلویزیون مردم، از مردم، با مردم، برای مردم و با حمایت مردم. یه بار دیگه از اون دوستمون سم ممنونم که مبلغی رو از کشورهای اروپایی فرستاد، چون اینجا وقتی تبدیل شد و چیز ازش یه پولی برداشت، 23 دلار خورده به دست ما رسید. مرسی، متشکرم، ممنون. سلام خدمت شما علاقمندان به شنیدن گفتار سردرد آور عقل بشر. انسان تنها موجودی است که تغییر می کند. این تغییر یک صفت همراه انسان است. به علت صفتهای آفرینش این تغییر حتمی می باشد و هیچ نیروی توانایی متوقف ساختن تغییر انسان را ندارد. دیگر موجودات نسل پس از نسل به همان صورت باقی مانده و تغییری در وضع و اوضاعشان ایجاد نمی شود. اگر چیزی و یا حرکتی را آموختند نمی توانند آن را به نسل بعد فرا دهند، زیرا اصل تغییر یافتن در آنان آفریده نشده. این یک واقعیت از آفریدگی و خلقت است. اغلب سیستم های حکمرانی سرنگون می شوند، از بین می روند. علتش این است که حکمران از تغییر انسان اطلاع نداشته و آن را ضروری ندانسته و با تمام وسایل کوشش به توقفش می کند تا ادامه حالت آرامش و آسایش یک طبقه از انسانها را برآورده سازند. در همه اوضاع و احوال این گروه طبقه حکمران هستند. در برابرشان دگر اندیشان انسان و دنیا را تغییر می دهند. همه پیشرفت های انسان به علت این دگر اندیشی بوده. امروز این دگر اندیشی افزایش یافته و به همین علت پیشرفت سریعتر انجام می شود. مثلا همه اختراع های نوین از نیمه قرن 19 میلادی و تا نیمه قرن 20 توسط اربابان مغز بشر حرام و گناه شناخته شده بودند. اگر امروز در برابر هر اختراع نو شمشیر گردن بر بیرون نمی کشند و بانگ حرام زاده و فعل حرام به مخترع و اختراعش را سر نمی دهند، تغییر در صفت چوپان نیست، بلکه وسیله را تغییر داده و از همه این وسایل برای تسلط بر مغز
و مخزشان مخز عموم استفاده می کنن. یعنی نگه داشتن انسان در نفهمی، ارزش هر انسانی در نظرشان مانند اعتبارشان به یک ریگ بتون در یک ستون در یک ساختمان کاخهایشان است. برای تضمین ادامه حکم، همه حکمرانان وسائلی را تهیه و فراهم می سازند که به سادگی ضامن آرامش و ادامه اوضاعشان باشد. نیروی امنیتی قوی می سازند، ارتش را در همه کارها دخالت می دهند و دسترسی مردم به وسایل تغییر را مانع می شوند، یعنی بر عقل جمعی از انسانها مسلط می شوند. عقلشان را از اندیشیدن باز ستانده، به بله قربان گویان عادت داده و سپس به جان مردم انداخته و هدفهای آسایش خاطر خیش را فراهم می سازند با عنوانهای گوناگون و منطقی نما. یافتن افراد تنبل و دورجو و فراری از اندیشیدن بسیار ساده است. آنان اغلب افراد اجتماع را تشکیل می دهند و با ناگاهی موجب عقب افتادگی اجتماع، انسانیت، خیش و نزدیکان و آینده فرزندان خیش می شوند. تاریخ ثابت کرده که این روش و فعالیت های دور از واقعیت انسان هرگز ضامن ادامه حکمرانی نبوده است. ادامه بقای رژیم حکمران با اعتراف به حقیقت انسان امکان پذیر می باشد. ضمانتش همانا قبول تغییر و تجدید انسان و اوضاعش است، یعنی قبول اساس زندگی انسان با اصلاح مداوم و تغییر اوضاع. اما حکمران که چون بقیه انسانها بر عقل خیش مسلط نیست و احساسات و دیگر عوامل بر رفتار و کردارش تأثیر می‌گذارد، شرایطی فراهم می‌آورد که فعالیتی برعکس میل و اراده‌اش صورت نگیرد. برخلاف فهم محدود و درک چوپان صفتی، این تغییر حتما انجام می‌پذیرد. یک مثالش انقلاب ایران است که شاه با آمریکا قرار بست هرگز انقلابی نظامی طرح نکرده و در صورت اتفاق از آن پشتیبانی نکنند. از تغییر احوال ملت و دیگر اندیشیدنش خبر نداشت. میخواست به سیستم دورانهای گذشته به حکمرانی ادامه دهد. با فرار از دانستن و رویارویی با حقیقت، از جایی که تصورش را نمیکرد این تغییر بر او و همه یارانش چیره شد. سرعت تغییر در مغز انسان و اندیشه هایش در دنیای امروز بسیار سریع است و زمان انجام و ادامهش بسیار کوتاه. در گذشته اینطور نبود. سلسله های پادشاهی قرنها حکم می کردن، زیرا بروز اندیشه ها برای تغییر بسیار کم و کند بود. حکمرانان عموماً و به ویژه در کشورهای سنتی این واقعیت را قبول نکرده و نمیخواهند قبول کنند. هنوز بر پایه سنت تاریخ درازایی حکم خود را به قرنها میپندارند. برای تسلط بر مغزها در کشورهای عقب افتاده، مغز مردم را به گذشته مشغول می کنند. در هر مراسمی که به راه می اندازند از گذشته سخن گفته و برتری های نیاکان را به رخ ملت می کشند. برای کوروش لالایی خوانده و با خوراک دستپخت خارجی از میهمانان پذیرایی می کنند. نتیجه این می شود که مغز ملت با غرور باد کرده و خود را بزرگ می پندارد. تمام توخالی ها و واقعیت های بیهوده و ناچیز خود را نمی تواند ببیند تا اندیشیده و تغییرش دهد. در گذشته غوطه‌ور شده، با التماس به این مرده و گفتار آن نعش در خاک راه نجات را تمنا می کند. در همه آیین ها و عقیده ها، در همه مراسم، تصویر از گذشته پر رونق را با زرق و برق در عقل ها ساختند. گفتار مبالغ آمیز درباره شخصیت های قدیمی را بر مردم می تکرارند. در نتیجه فراهم بودن عقل خریدار، این گزافگویی ها هر روز با شاخ و برگ اضافه گشته و گسترش می یابد. هیچ کس از این گله جدا نشده که بپرسد به فرض همه این گفتارها و افتخارها درست بود، امروز به چه درد ما می خورد؟ مشکلهای روزمون را چگونه حل می کند؟ همه دین ها این طورند. متاسفانه آنان که شرح و وصف
وعظ را تأیید می کنند فوراً دین معینی را به این صفت می خوانند، در حالی که این وعظ عمومی و همگانی است. عقیده هر چه باشد نیروی محدود بودن و محدود نمودن مغز در تمام دوران بوده و هست، مگر در معبد بودایی ها، عبادتگاه یهودیان، کلیسای مسیحیان، مسجد مسلمانان و یا عبادتگاه های دین های دیگر، به جز سخن از گذشته، حرف های بی اساس، اغراق آمیز، گفتار دیگر می شنوید؟ برای گرم کردن مجلس و شیفته شدن شنوندگان، گفتار مبالغ آمیز بر مریدان افزایش یافته و گزافه‌گویی به سادگی خورشان می رود. صفتهای خارج از معمول، کارهای فوق العاده و اتفاقهای باور نکردنی به مغزها وارد می شود. با تکرار این پرتگویی‌ها همه مسائل در مغز فراریان از اندیشیدن انبار شده و به حقیقت‌های غیر قابل انکار تغییر می‌یابند. همانطور در فیلم‌ها این چیزها را نشان می‌دهند و انسان لذت می‌برد. یکی از مسائلی که به قبول و باور کردن این تکرارهای بی‌اساس در مغز انسان تأثیر گذاشته، دیدن خواب است. می‌شنویم که واعظینه همه دین‌ها خوابشان را منبع و اصل و دلیل درست بودن و تأکید بر ادعایشان بیان می کنند. در همه کتاب‌های مقدس خواب جا و مکانی تأثیر گذار در دیکته کردن روش‌ها و عقیده‌ها دارد. دانشمندان دیدن موضوع معینی را در خواب نتیجه و تأثیر انباشته‌ها در عقل هنگام بیداری دانستند. یعنی اگر کسی ناراحتی داشته باشد، هنگام خواب جریانی دردناک و کابوس می‌بیند. اگر گناهی کرده باشد، بنابر عقیدهش یک شخصیت دینی و یا وضعی را در خواب ملاقات می کند که بنابر خواست روان و یا عذاب وجدان صحنه ای را برایش مجسم می سازد. اندیشه ها هنگام بیداری و قبل از خواب در نوع رویا تأثیر گذار است. بره ها هم باید این خواب ها را که دستک چوپانند به طرزی مورد قبول قرار دهند و چون یک امر مسلم و واقع در زندگیشان مؤثر بدانند. یکی دیگر از این موانع اندیشه گرایی کتاب‌های مقدس هستند که که در همه دین‌ها غیر قابل بحث معرفی شدند و اجازه مخالفت با آن داده نمی‌شود. هر گونه ایراد درباره عقیده گناه کبیره و سرنوشت ساز در دنیا، در زندان دنیا و ماندگاری ابدی در جهنم آخرت ثبت و قانونی شده. با مقدار آزادی که در بعضی جاها فراهم گشته و به علت دشمنی و اختلاف دینها که همه هدف خداپرستی را ادعا می کنند، زمینه فراهم شده که درباره صحت و بیاساس بودن مسائل سخنی بر زبان آورد. اما عموماً مردم خواهان اندیشیدن نیستند و ترجیح می دهند بر روار وارد پرستشگاه شده، گلوار زبان و کله و بدن را جنبانده سخنانی بر زبان آورده و پس از خارج شدن به زندگی خود ادامه دهند، با این تصور که درستگار شده، صاحب امر را راضی کرده و حتما رستگار و عاقبت به خیر خواهند شد. یکی از ممنوعها بحث درباره کتاب مقدس دین است. این وقت نسبت به همه دین‌ها یکسان است. همه کتاب‌های مقدس یک هدف را دنبال می‌کنند. همه این کتاب‌ها اختلاف و تضاد در متنشان است. یعنی همه دین‌ها و کتاب‌های مقدس دارای عیب و کمبودهایی هستند. اما مغز انباشته شده با معیارهای دینی خواهان دیگر اندیشی نیست. در حقیقت و واقعیت همه دیگر شدن و تغییر و پیشرفت انسان برای این کره توسط دیگر اندیشان و مخالفین فرهنگ عمومی صورت گرفته. همه پیامبران که دنیا را تغییر دادند در زمان خود مانند امروز با مخالفت و اعتراض عموم روبرو شدند. علت همین مغز است که نمیتواند از محیط بسته در اطرافش خارج شود. با اعتراف به واقعیت باید قبول کرد که اگر همه دیگر اندیش بودند، اوضاعمان ممکن بود خیلی خرابتر باشد. اختلاف‌ها افسون و خونریزی‌ها بیشتر. شاید بودن اکثریت در گله و یک اندیشگی یکی از نیکی‌های وضع انسان باشد که در این گفتارها نادانسته از آن انتقاد کردم. اندیشمند بودن همه وضعی تجربه نشده به بار می‌آورد که ناشناخته و ممکن است برای زندگی انسان ایده نیک و بهتری نباشد.
در گفتارهای قبلی به تکرار عبارتهای دینی بدون دانستن معنیش اشاره کرده و اصل پیدایش قرآن و پیروی از دو روایتش را در دنیای کنونی مسلمانان شرح دادم. در این گفتار یک عبارت اصلی قرآن را که همه می دانیم ترجمه می کنم، شاید دریابیم تا چه اندازه بدون دانستن معنی توتیوار گفتار می کنیم. لطفاً آقای سروی عکس قرآن به سبک خط نخستین عربی را نشان دهید. می گویند این عکس که سوره الفاتحه را نشان می دهد به خط امام علی پسر ابی طالب نوشته شده است. عبارت نخست هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم است. در زبان عربی می گویند به اسم الله و نه بسم الله. این طرز تلفظ و نوشتن این عبارت در آغاز تلاوت همه سوره های قرآن از زبان سریانی کپی شده است. در فارسی این عبارت به نام خداوند بخشنده مهربان ترجمه اش کردند. کلمه الرحمن معنیش چنین است. الف و لام در عربی برای شناس است، یعنی رحمان ناشناخته است. با اضافه کردن دو حرف الف و لام این رحمان شناخته می شود. در دستور زبان عربی آن را المعرفی به ال یا شناسایی با ال نامیدند. رجل که معنی مرد می دهد و ممکن است هر مردی باشد، اما الرجل به کسی اشاره می شود که آشناست. برای توضیح بیشتر اگر به عربی بگویم سربی، معنیش هر کسی است که نامش سربی می باشد. اگر گفتم السربی، یعنی سربی که می شناسید و مقصود سخن است. در فارسی برای تخفیف گرفتن و به هدف پایان دادن به چانه زدن و انجام معامله مسئله است که می گوید عبدشویل رحمانش سر به سر. الرحمن کلمه ایست که فقط به خداوند نسبت داده می شود. معنیش مظهری است آشنا که سرچشمه رحمت ها می باشد. همه مهربانی ها از او آغاز می گردد. بدین علت انسانی را نتوان رحمان نامید، زیرا صفتی مختص به آفریدگار و خداوند است. از نام عبدالرحمن یعنی بنده الرحمن استفاده می کنند. الرحیم صاحب رحمت و مروت، تقریبا معنیش همان مهربانی است که به شناس نسبت داده شده. بنابراین ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم می شد به نام خدای سرچشمه رحمتها و مهربانی. بینندگان و شنوندگان که زبان عربی نمی دانند از ناآگاهی از معنی صحیح این عبارت نباید ناراحت شوند. عرب ها هم معنی الرحمن را نمی دانند، با اینکه خیلی ها عبدالرحمن نام دارند. خودتون از آنان سوال کنید. ندانستن سببش گریز از دانستن می باشد که یک وبای همگیر است. حال اصل سوره فاتحه و یا الحمد یعنی آغاز گشودن کتاب مقدس تقدیمتان می شود. این اولین سوره قرآن به روایت حفص و برش و دیگر روایت ها در قرآن است. اصلش نیایش است، نیایش مسیحیان قبل از اسلام هنگام نماز یعنی دعا کردن. به زبان سریانی خوانده و ترجمهش تقدیمتان می شود. لطفاً اصل و ترجمه را شنیده و متنش را خود در عکس بخوانید. با سوره الفاتحه در قرآن مقایسه، سپس اندیشیده و حکم صادر کنید. ملاحظه بفرمایید آیه غزر از کلیمیان و گمراهی مسیحی در آخر این سوره نبوده و بعدها اضافه شده. بشم الله رحمان رحیم، بسم الله الرحمن مهربان، حمدول الله رب العالمین، سپاس اله بزرگ همه دوران، رحمون رحیم مالک یوم دینو، رحمان محبوب مالک روز حساب، یکوات نعبدو و یکوات ادغنیم، هر کجا باشی می پرستیمت هر کجا باشی از تومک می خواهیم، اهودو لان لزستو ادمت خیم، به راه راست هدایت من کن، زستو ادهونون ده نعمت علیهون، راهی که صاحبان نعمتت از آن برخوردارند، شب و روز نعمت همراهتان باد. بسیار ممنون از این دوستمون. و این عکسی که فرستاده بودن چون از یک صفحه اینترنتی بود خیلی کیفیتش پایین بود، من مجبور شدم دوبار تیک تیکش کنم نشون بدم. امیدوارم گرفته باشید، درک کرده باشید. ولی یه سوالی من از شما دارم، این خداها توی دینهای مختلف چقدر نیازمند هستن به مخلوق خودشون؟ چیزی که خودش مثل شما به بچت هر روز بگی که باید روزی نیم ساعت از من تعریف کنی، تازه یه سلام که میکنن کلی خوشحال میشیم، میگیم چقدر پسرمون
با ادب چقدر مهربونه، سلام که میکنه هیچی احوالمون هم میپرسه. اون وقت این خدا من نمیدونم صبح زود بلند شو نمیدونم به من نیایش کن، بعد از ظهر اینجوری کن، یه ما گشنگی بکش به من نیایش کن. اینم یک سوالیه. در صورت این ماجرای ترجمه و اینها میرسیم باز به همون چیزی که بی خود نبوده که خدا گفته برای هر دینی از برای هر قومی از خودش پیامبر میفرستن. و یکی از اشکالایی هم که ملت حرف آقای حضرت محمد رو قبول نمی کنن، میگن آقا این شما برای عربا بودی و همین دیگه، بذار ما برای خودمون، شما به دین خودت، ما به دین خودمون. آقای اکبر اکبری میگه که دو شخصیتی میشه شیزوفرنیا. بله بهش چیزم میگن یه چیزی دیسوردر، بایپولار دیسوردر، که خود این هم نوعای مختلف داره. و بله این حالا سر چه صحبتی بود اینو گفتیم و اینها، این خیلی افراد هستن که اینجوری هستن، از جمله همین آقای ترامپ، کسی که جوون که بوده مملکتش تو خطر بوده، اون تبلیغا و شور حسینی را انداختن تو جوونا که بیان برین جنگ، این آقا 5 دفعه رفته نامه از دکتر برداشته برده که میدونید من یک استخون انقدی تو پام درد میکنه فلان. حالا برای ما شده رابین هود، شده قهرمان. اولا که این ماجرای تیراندازی در مدرسه دبیرستان فلوریدا که دبیرستان خیلی بزرگی از وقتی اتفاق افتاد، حالا معلوم شده اسلحه داشتن و دور دیدن هم کاری انجام نمیده. آقای شریف کلانتر اون کنار 8 سال هم هست توی مدرسه میخوره و میخوابه و حقوق میگیره، وقتی که تیراندازی میشه نمیره حتی اونجایی که صدای تیراندازی میاد. از این بدتر 3 نفر دیگه از اونایی که تازه میرسن نمیرن اونجا، که حالا تازه میخوان برن دنبالش. بعد ما دیدیم یا آقای اومد به نام شریف اسرائیل، گفتیم او عجب آدم خوبیه و اینها. بعد حالا به معلوم شده خود اینم کارش خرابه، میخوان اینم اخراج کنن. ولی همه اینا رو شما بذار کنار، اشکال کار این بوده که اون روز آقای ترامپ اونجا نبوده. میگه من اگر اونجا بودم حتی اگه اسلحه هم نداشتم میرفتم داخل، که انقدر میدونید این خانم سرا چیز اسمش هکوبی، این از دروغگویی و از مالکشی و ماسمالی کردن استاده. و اون بیچاره‌ای که دروغ میگفت رنگ سرخ میشد و اینا رفت، این به جاش اومده دروغ میگه، تو چشتم نگاه میکنه، همجوری هم که داره به این حرف میزنه اینو ول میکنه، میگه تو بگو، به اونم همون جواب میده الاخر. این دیگه دیروز گفت که نه، منظور این نبوده که میرفت همه رو نجات میداد و اینا، منظورش این بود که اگه اونجا بود دوباره همون آشغالا رو گفت. کی حرفا چیه؟ بعد دیشب نشون میدادن همون عکسی که من به شما نشون دادم، که این آقا وقتی بارون میاد یه چتر بزرگی برای که بارون اگه بریزی رو موهاش آبروش میره که اینجاش کچله اینجاش کچله، چتر رو گرفته رو سر خودش، پسر 11 سالش پشت سرش تو بارون، خانمش هم که عروسک، این عروسک وقتی میخریدی میخریدی دیگه دخترها اگه بخواد بارون بیاد عروسک رو زیر پالتو خودشون نگه میدارن، عروسک رو هم ول میکنه. چیزی که از این عروسک، از اون عروسک های شرقی پدر سوخته است، وقتی میاد اون بالا میزنه بچه رو کنار، شوهرش هم میزنه کنار میره جلو، ولی بچه مونده همینجوری هاج و واج، چون میگن بچه مثل که یک کمی هم عقب افتاده است. دقیقا نمیدونه. بله آقای بها ابهری میگه ایشان نمیدونه که همه ادیان یکی هستند، در رابطه با این دوستمون برنامه 41. بها برو برو تو کارت خرابه، یه برنامه میخواستی جواب بدی 3 هفته منو گذاشتی سر کار، کجا اینو گفته، تو چه ویدیویی بوده، لینکشو بفرست، ساعتشو بفرست، همه رو فرستادم. البته خودشم یه 3 هفته ای رفت سر کار و بعد اومد گفت که آقا نه خیلی مشکله یک کسی یه چیزی بگه بعد بخوای شما بیای بگی حالا مثلا من نظرم اینه و اینها. ایشون نمیدونه که همه ادیان یکی هستن. چند بار قرآن میگه مصدق کتب قبلی است، میدونه، ولی همونطوری که خودش هم معترفه بشر نه فقط مذهبیون، بشر دنبال رو است، از جمله خود ایشون دنبال رهبران طرز فکر خودش، آنچه که میداند را به کار نمیگیرد. اکثر هملای اقلون یا لعقنون یا والله من اینا نمیتونم بخونم،
بابا جان یه زنگ بزن، پیغام بذار، پیغام تو پخش کنم. خلاصه خیلی ممنون. اون دوستمونم که گفت اون دو شخصیتی همون میشه شیتسوفرنیا، این فرنی مثل یاد فرنی افتادم، تو شیراز یه چیزی درست میگردن با نشاسته و اینها بهش میگفتن فرنی، نمیدونم شما چی میگفتین، مثلا توی شیراز به لرزونک میگفتن تر حلوا، من نمیدونستم تر حلوا یعنی حلوای تر یا یعنی طرح حلوا یعنی شکل حلواست، ولی آدم وقتی میدیدش محرم زور اینجوری میلرزید مثل این که میگفت بیا منو بخو، سفید بود و زرد بود و اینا. بله خیلی ممنون از دوستانی که با ما هستند و همراهن. بله یه دوستی نوشته بود که بذار از روی چیز بخونم که کم نیارم، اینجا توی صفحه سوربی است. بله این دوستمون نوشته بود که آهان آقای مسعود بهروزی عکس یک کفتر چایی گذاشتی، کبوتر چاهی به اینا میگفتیم، اگه اون مسعود بهروزی قدیمی خودمون باشی آقا کجا هستید شما، باید از فیسبوک ممنون باشیم. البته اون دوستمون هنوزم به همون روش ایمیل آمد، ولی نوشته های دوستان رو فرستادم. ایشون آقای مسعود بهروزی میگه دعای سحر اسلامی به 19 مفهوم و معنی ظاهری صفات خدا اشاره دارد که اولین آن بها است، اللهم انا استعلكم من بها و که بها و فلان اینا که بلا بلد نیستم بگذاریم. و آقای سعید کابوسی چیزی نوشته که بذارید من این اول سم رو بخونم. سم نوشته تنها کاری که این شاءالله یا بلدن یه لیست تهیه کردن و چوبه های دار رو برپا کردن که مثلا وقتی قدرت دستشون افتاد همه رو اعدام کنن، همین فحاشی ها و ادعاها رو کردن که مردم ریختن تو خیابون مرگ بر شاه گفتن. و آقای هومن آریافر میگه که بهائیت دینی جدا شده از دین شیعه 12 امامی اسلامی است که امام 12مشان ظهور کرد و سپس ادعای پیامبری کرد. دین بهائی هم دینی مملو از جاهلیت است. اینم از این. باز سم نوشته که تنها کاری که بلدن فحش و ناسزاست، هیچ بخاری ازشون بر نمیاد، مثل رهبرشون فقط حرف، عمل هیچی. بیایم سراغ آقای کابوسی، ژن شناس معروف. میگه که تا زمانی که خصوصیات ژنتیکی و شخصیتی و فرهنگی یک جامعه در نظر گرفته نشود مبارزه نتیجه نخواهد داد. ایرانی در 500 سال اخیر دارای شخصیتی بی اعتماد، خودفروش، وطن فروش، دروغگو، سوء استفاده کن و دیگر صفات مضر برای جامعه خود شده و هیچ یک از فعالان این نکات را در نظر نمی گیرند، چون خود نیز یک ایرانی هستند و دارای همان خصوصیات به امید آن روز. به امید آن روز یعنی چی؟ شما به امید روزای بهتری. و این 500 سال اگه بریم عقب به چه زمانی میرسه؟ شما همینجوری چون 500 سال راوند هست گفتید 500 سال، یا واقعا ما اینم مثل انقلاب 500 سال اگه برگردیم عقب، شب قبل همه خوب راستگو بودیم، یه شب یه دفعه 500 سال که شد 500 و چقدر همه دروغگو شدیم و کی بوده؟ بعد آقای خوشنودی همشهری عزیز من میگه که سعید جان هم مثل کشتی‌های مثل کشیش‌های ارتودکس میگه باید اول اعتراف کنی تا گناهت آمرزیده بشه، مشکل شخصیتی حل بشه. اینم از این. و بله دوستان عزیز روی برنامه روی فیسبوک هم مردم هم روی فیسبوک شخصی خودم شما میتونید برای همدیگه چی بنویسید، ولی وقتی بحثتون به کل رسید خصوصیشو روی پیامای خودتون بفرستید اگه دیگران به اصطلاح براشون خیلی مهم نیست، ولی اگه دیدین یه بحثیه که مهمه خب عمومی نگهش داریم. و اما اینجا میگه که اون نیما چهرازی براتون گفتم، اینجا نوشته که سگ نجسه، به صورت سوالی یا چیز. این فیلم رو با هم ببینیم، اجازه بدین، ماجرای یک سگه که فرمون خوب میبره. من یه همسایه داشتم توی اون جای قدیمی که بودیم قبل از اینجا، یه آقایی بود که خیلی هم ورزشکار بود و اینا، یه جوونی بود و این یه سگی داشت، هر وقت که این عصر از سر کار می اومد این سگه می رفت در یخچال واز می کرد، حتی می گین در یخچال چجوری واز می کرد، یه حوله آویزون کرد به در یخچال، این سگه
حوله رو میگره واز میکرد، از تو کنار در یه آبجو برمیداشت و یه بار دندون که گرفته بود یکم فشار داده بود این آبجو سوراخ شده بود، دیگه از اون موقع میترسید دیگه برای این آبجو نمیآورد. درسته من این سگ رو اسمشم جیک بود، هنوز یادمه، دیده بودم. و ببینیم این ویدیو رو، این ویدیو مثل که از ایرانه. یه دختره اسم این سگه مثل که تیدا هست، تیدا خانم. سلام، حال شما خوبه؟ سلام، مرسی آقا محسن. عزیزم تیدا رو دارم میفرستم اونجا، زحمت بکش یه دونه نون بهش بده. باشه، چش، حتما بفرستش بیاد قربونش برم. ممنونم، خدا حافظ عزیزم. خدا حافظ. تیدا خانم رفت نون گرفت و اومد. من هر وقت این فیلمای ایرانی رو میبینم تعجب میکنم، درا رنگش این بر اونورش تکیده. خب بابا در خونتون رو رنگ بزنید، کاشی خونتون شکسته یه کاشیش رو عوض کنید، این داخل خونه رو که دیگه دولت نباید بیاد درست کنه، خیابون رو شهرداری میاد درست میکنه. ولی شما نگاه کنید این یه بروس رنگ بردارید، خود ما اینجا شما شنبه شنبه برید دم این، ببینید الان اینجا نگاه کنید این کاشیه کنده شده، اینا زخم پخمیه، اینجا نمیدونم رنگ میخواد، اینجا رنگ میخواد. البته خب میتونی بندازی گردن این بنده خدا سگ، ولی تا دلتون بخواد قفل دارم، قفل بیرون، قفل پشت در، قفل وسط، قفل بالا، قفل بالاتر. در هر صورت اینم از این. و جالبه هر فیلمی ایرانی ها درست میکنن یه جوری از اون، حالا یا از اون صبح یا از اون ظهر رو میچکونن داخلش. اینجا سگ هست که کمک نجارا اصلا برش لباس دوختن، یه چیز چرمی میندازن رو دوشش این ورش. یه نجاری گفت که نشون داد، گفت که سگشو میبرده سر کار، بعد یه مدت دیده این کار میکنه، سگ اونجا وای میسه افسرده شده، بعد گفته برای که اینم فعالیت کنه اینو ازش کار بکشم، بعد دیده اینو به عنوان یه هلپر، هلپر تو ایران چی میگه؟ پادو؟ کمک، کمکی، شاگرد، شاگرد همراه خودش برده، گفت میخ، چکش، اینا میذارم برام میاره، حمل میکنن اینا. و مخصوصا این اصلا کلمه جرمن شپرد شما میدونید یعنی چی دیگه، یعنی چوپان، چوپان آلمانی، جرمن شپرد، شپرد در همین اینایی که تو کلیسا هستن شپرد هستن دیگه، شبانهای شما هستن، چوپانهای شما هستن. اینم از این سگ نجسه. بله. و اما ملکه زیبایی شترها در عربستان به مبلغ بیش از 10 میلیون دلار فروش رفت. 12 تن از صاحبان شتر شرکت کننده در مسابقه به تهمت تقلب بازداشت شدند. آنان لب پایینی شتر را با روغن تزریق کرده بودند تا از حجم طبیعی بزرگتر بنماید. لب بزرگ شتر مظهر زیبایی در این مسابقه ها شمرده می شود. لطفا شما مرا شتر بخوانید، مطمئن هستم با بزرگ کردن لبهایم حتما به 20 میلیون دلار به اصطلاح قیمت خریدار پیدا خواهم کرد. این عکس رو اینجا نشون میده، اینم شتر 10 میلیون دلاریه. و بله در رابطه با تقلب و اینها، همین وینتر المپیک که تموم شد باز یه گروهی تقلب کرده بودن. و جالب اینه این گروه یه چیزی هست مثل یه سنگ مرمر انقدی میندازن رو زمین، بعد چند نفر جلوش اینجوری جارو میکشن. حالا من نمیدونم اصلا اینا روشون میشه به این خاطر برن المپیک. اینا کسی بودن که دوپینگ، دوپینگ یعنی اینایی که موادی که نباید استفاده میکنن. البته جیمی کیمل حرف خوبی زد، گفت ما که الان ورزش ها خطرناک شده، این میپره دوتا پشتک میزنه، برای اون یکی که زنه سه تا پشتک چرخیدن رو کرده چهار تا بیشتر دست میزنیم، گفت یه چیزی بذاریم سوپر المپیک. این سوپر المپیک برای اینایی باشه که هر دوایی
هر آشکانی پیدا کردن تزریق کنن به خودشون، مثلا 3 تا گوش در بیارن، 4 تا چشم داشته باشن، پاهاشون به این گندگی باشه. دیدین اینا که هیکل درست میکنن، مرده معمولا بالاها بلند بزرگ و چی، پایینشون مثل پای مرغه. بعد ببخشید من میگم که نمیدونم، ولی شنیدم اینایی که چیز میکنن از بس استروید و اینا میزنن از قدرت مردانگیشون هم کم میشه. به همین خاطر عکساشون رو وقتی نگاه میکنید یه شورت انقدی پوشیده ولی آقای بازوش انقده، شونش انقده، درصد نمیدونی. ولی دیگه ما تنها چیزی که هم داشتیم همین بود که این بادی بیلدرا هم با ما دشمن بشه. سلام. I was watching your Monday program and noticed that you insulted the Pizza Hut delivery. میگه من برنامه دوشنبه شما رو داشتم نگاه میکردم و متوجه شدم شما به افرادی که پیتزا دلیوری میکنن به خاطر اینکه گفتی PhD توهین کردی. اینا یه آدمایی هستن زحمتکش، بعضی هاشون این کار رو انجام میدن که بتونن بچه‌شون رو بفرستن دانشگاه، بعضیا خودشون دانشجو هستن این کار انجام میدن که شهریه دانشگاهشون رو بدن اینها. و این دوستمون کاملا درست میگه، من اگه توهینی شده به کسی عذر میخوام. و میگه که شما PhD اگه بخوای بدونی اصلش برای اینه، PhD for these guys stand for permanent head damage. میگه الان میدونم که این سعید یه دفعه یه دکتری بوده بود اینجا، این گفت که دکترها اگه نگاه کنی همشون عزیز نازی هستن و هیچ وقت بازی نکردن، تو کوچه کتک نخوردن و اینجوری. و خیلی جالب، آقای علی صدارت بود، علی صدارت تو از نیویورک. و بعد آقای علی صدارت همین چیزی که این گفت به من گفت، آقا ایشون اومده به دکترها توهین میکنه، شما از ما دفاع نمیکنید. گفتم معمولا از کسی دفاع میکنم؟ مثلا ببینید این شاورلایا از رضا پهلوی دفاع میکنن، برای که رضا پهلوی عقب افتادن سفیه، اونا ولیش هستن میان دفاع میکنن. ولی من فکر کردم شما دکتری دیگه، این همه دانش داری، خودت جوابگو میشی، خودت دفاع میکنی، مگر اینکه اون چیزی که سعید کابوسی گفته شما گفتی ای داد بیداد، این درست میگه، آبرو ما رفت. و در صورت اینم حالا یادم افتاد، پس میگیم برای پیتزا هات دیلیوری PhD برای پرمننت هد دمیج. یه پیام دیگه هم هست، من اینو پخش کنم. فکر کنم آقای مشیری از نیویورک، اتفاقا اون موقع گفتم من آقای مشیری تو نیویورک نمیشناسم، ولی این آقایی که چند بارم قبلا پیغام گذاشته، آقای منوچرخان، ایشون آقای مشیری هست. و دوستان بعضی وقتا که من در رابطه با پول صحبت میکنم، دوستان میگن آقا کجا اینا 62 میلیون داشتن، اینا اگه پولی هم داشتن تو ایران بوده نتونستن بیارن اینا. بذارید من این یه قسمت رو که جدا کردم براتون بفرستم، یعنی نشون بدم که دیگه توی این برنامه نشون داده شده باشه که آقای پهلوی بعد از این که چند بار از این شاخه به اون شاخه میپره که جواب کامبیز حسینی رو نده. البته کامبیز حسینی و افراد دیگه باید اینا بدونن، اینا بعد از 10 سال 15 سال که سربی اومد و وایساد جلو رضا پهلوی و آشغال کلایی مثل این، اینا جرأت پیدا کردن یه همچین سوالی از شازده بکنن. دوبار از این سوال میکنه، آقا شایعاتی هست درباره، سوالاتی از شایعاتی هست درباره پول شما، خب چرا نمیگید؟ میگه ما تو مدرک هست برید. میگه آقا مدرک رو ولش کن. میگه نه من میخوام مستند در بذارم. میگه شما مستندم ول کن، شما اینجا هستی، دوربین ما هم سند، بفرما ببینیم چند پول داشتی. دوستان 1979 یعنی 1357 هر کدوم از شما چند پول داشتید بعد از انقلاب؟ گوش کنید. حدود 62 میلیون دلار. 62 میلیون دلار. بله. خیلی ممنون. تشکر. بعد ببینید اسنادش هم هست. یعنی میخوام بگم اینو همینجوری نمیگم. برید نگاه کنید سنداش هستش. چقدر من از پدرم ارث بردم و آخر سر چقدر این وسط در اختیار من هست. زندگی منم میخوام پیشنهاد دیگه بدم کامبیز جان. دوربین تو بردار بیا من. بله چه زندگی فقیرانه ای داره. یه خونه داشت اینجا گریت فالز، گذاشتن گرو و پول و اینا برای بانک و فلان و این کارهای تقلبی که آقای ترامپ میکنه ایشون هم خواست انجام بده. بعد شکایت و شکایت کشی و میدونید ما یه ضرب المثل بدی داریم، از اون ور میگن باد آورده رو باد میبره، از اون ور میگن پولی رو که از فلان به دست آورده باشین باید خرج فلانتون کنید. برید پیدا کنید اون نواری رو که خانم فرع پهلوی میگه ما جواهرات رو دادیم به یه آقای هندی
هندی برد خورد بالا کشید. شما از خودتون سوال کنید این که آمده بود با شاه برن مداوا، جواهرات کجاست؟ وقت میرسیم به اون حرفایی که صندوق صندوق اینا کشیدن از ایران آوردن، تازه این چیزایی بود که تو ایران بوده، چیزایی رو که از قبل چون اینها میدونستن که ایران، بابا اینا تعطیلاتشون تو ایران نمیگذروندن، ایرانی‌ها رو آدم نمیدونستن که به اصطلاح با ایرانی باشن. تعطیلات تابستونه باید میرفتیم سوئیس، جنوب فرانسه، اسکی میرفتیم جنوب سوئیس، نمیدونم آلپ و مالپ و فلان اینها، تابستون با میرفتیم جنوب فرانسه، همشون خونه دارن جنوب فرانسه، اونجا جزیره خریده بودن. اینا رو آقای احمدعلی مسعود انصاری گفته، برید اسم آقای احمدعلی مسعود انصاری بزنید تایپ کنید با سوربی بشینید نگاه کنید، تا امروز هیچ کی نیومده بگه دروغ میگه و میبینید اینجا که دیگه مجبور میشه بگه 62 میلیون، تازه حالا داره میگه ببین این 62 میلیون خب سهم من فلان اینا. آقا بنده سال 1979 که خدمتم هم تموم شده بود، والا فکر نمی کنم یه 100 تومن پول نقد من داشته باشه، چون میدونی وقتی 2 سالم میری خدمت، ماشاءالله ارتشم میگه تو بیا خدمت وظیفه، من چه وظیفه ای دارم؟ پول بهت نمیدم، یعنی پولی بهت نمیدم. ما 3 نفر توی اتاق رفته بودیم کرایه کرده بودیم توی اهواز زندگی میکردیم. اون وقت این آقا 16 سالش بوده 17 سالش بوده میگه ما فقط 62 میلیون داشتیم. جالبتر این که آقای احمدعلی مسعود انصاری میاد میگه این دروغ میگه، این فقط یه قلمشو میگه. مثل که چند نفر بیان یقه منو بگیرن بگن چند پول داری، من بگم 5 دلار، دست بکنم تو جیبم این 5 دلار در بیارم، ولی 1000 دلار تو این جیبم باشه، 2000 دلار تو این باشه، 3000 دلار تو این، تو این درست گفته 5 دلار داره، توی این جیبش 5 دلار داره. کارمون خیلی خرابه دوستان. و اما بریم سراغ نوشته های دیگر. میگه که یکی از همین شاه الله‌ای ها واسه من نوشته بود که جمهوری اسلامی در دادگاه بین المللی از آقای پهلوی شکایت کرد و ثابت شد که دارایی ایشان از تمام حتی رئیس جمهورهای جهان کمتر بوده و تبرئه شدن. اینم وجدان یک شاه الله‌ای بود برای دفاع از رضا پهلوی. بله یکی دیگه میگه که بله این شهرام کمالی میگه تو چه خری هستی که بخوای خودت رو با خانان بزرگ پهلوی یکی کنی؟ من خری نیستم، شما خری، شما برین خودتون رو یکی کنی، شما برین با خاندان فرح پهلوی توی طویله ار کنی. اینم از این. بعد ایشون لطف کرده نوشته گوه زیادی نخور، باید گوهای زیادی رو بذاریم برای شاه الله‌ای‌ها. دوستان هیچ وقت شما گوه زیادی نخورید، شما فقط حرف منطقی بزنید، تمام گوهای زیادی رو بذارید برای کی؟ برای شاه الله‌ای‌ها. شهرام کمالی با یک تیپا الان میندازمش بیرون، اجازه بدید. معمولا اینا هم عکسی ندارن. و آقای امید دانا که من وقتا بهش میگفتم امید نادان، به نظر میاد دانا شده. شهرام کمالی میگه که اینایی که پشت پرچم قایم میشن، دوستان نگاه کنید، نوشته جانم فدای ایران. کسی که جرئت نمیکنه عکسش رو بذاره و عکس فرار رو گذاشته و عکس پرچم رو گذاشته، اینجا نوشته جانم فدای ایران، شما اولین کاری که میکنید میان اینجا ریپورت میکنید که این فایل قلابیه، چون فیسبوک باید عکس تو بذاری، ریپورت دیس فایل، اوکی. بعد میگی که دیس ایز فیک اکانت، باز میگی اوکی. بعد میگی سابمیت تو فیسبوک، یعنی تحویل فیسبوک بدیم برای بررسی، و بلاک شهرام. There you go. ایشون رام شهه، یعنی مثل این سگی اولاقی که بهش میگی بیا اینجا میاد، ایشون رامه. بسیار عالی. خب دقیقا بزنیم بره، پاک شو و برو بیرون. آقا بله اوکی. میگه که سگ اونها به تو شرف داره. دوستان به خاطر همین بود که شاه سگشو برد یا سگاشو برد، ولی وزرا، نخست وزیر، رئیس ساواک اینا و دیگر چیزا رو داد تحویل آخوندها و اینها. حالا جالب اینه که این به من میگه ترسیدی؟ احمد منی که 20 ساله وایسادم اینجا، منی که دوستان الان اینجا شما بنویسید توی گوگل یا توی یوتیوب،
بنویسید سوربی فاصله رضا پهلوی، اون وقت ببینید چند بار من یقه این رضا پهلوی رو تو این شهر، شهری که اینا هستن، شهری که همه این شاه و لایه هستن، حالا خدا میدونه من چند نفر رو تا حالا اینجا سکته دادم و مردن از بس که اینا ترسو هستن دیگه. در هر صورت یکی دیگه از هنرهایی که من دارم اینه که آب میریزم تو سوراخ اینها، اینا رو از سوراخ میکشم بیرون. و یکی دیگه از دلایلی که من و شما باید از آخوندا بیزار باشیم، متنفر باشیم و به آخوندا بگیم ننگ بر شما، اینه که اگر شما انقدر درست بودید هیچ کدوم از اینا از سوراخ‌هاشون بیرون نمیمدن. دلیلی که اینها اومدن بیرون این بود که آخوندا کاری کردن که مردم میگن صد رحمت به کفن دزد اولی، ولی آیا من و شما کفن دزدی رو قبول داریم؟ نه آقا. اگه اون کفن دزدی نمی کرد مردم نمی رفتن این کفن دزد رو بیارن. مرد که داری زندگی میکنی، پول در میاری، هر فامیل عقب افتاده ایت رو آوردی داره کار میکنه، زنبازی میکنی، هیچ کس بیدیارم که برو دنبال کارت دیگه، چرا میای کاری میکنی که به قول این دوستمون سم مردم بیان تو خیابون و مردم انقدر بهشون تو فشار آوردی که باور کنن یه مشت آخونده دروغگو رو، آخوندی که خودش گفت که ما تغییر کردیم. این احمقان نمیفهمن اگر امروز مریضی، اسهال داری، حالت بد میشه، خوراک فاسد دیروز بوده. اینا نمیفهمن. حالا قیافاشون شما نگاه کنید، از قیافاشون هم معلومه. در صورت یکی پس از دیگری، دوستان عزیز ممنونم، میگه نه کاکا هنوز نادانه، حرفای علکی خیلی میزنه، منظورم امید داناست. ولی نه، اگه نگاه کنید در رابطه مثلا با همین کامران میگه که این کامران بزرگترین تبلیغ برای آخونده بود و میگه نگاه کنید، میگه نگاه کنید شما تظاهرات تو خارج، من و شما نمیتونیم هر کسی رو دوست داریم، هر عکسی رو دوست داریم بیاریم. میگه این با پرچم شیر و خورشید رفته اونجا، ببینید طرف باهاش چجوری صحبت میکنه. تازه این طلبکار اونم شده، چای بهش دادن، بیسکویت بهش دادن، بعدم چرا پرچمش نگه داشتن، گفتم برایش برو. حالا شماها، من، تو، حتی حاضرین با مخالفامون اینجوری رفتار کنیم؟ پس اینم شد یه تبلیغی. از اون ورشم اینه که این آقا داییش پاسداره، این آقای کامران قادری، این آقا 8 سال پیش هم رفته ایران، اینا رو که به مردم نگفت، اینا رو که به این بنده خدایی که تنها هستن نشسته شب تا شب، اون از تو سوراخش تو چادر، اینم از تو هتلش، از تو خونه های مال پناهنده چی بهش میگن دور و نمیدونم فلان، اینو اون فکر میکنن با هم همدردن. بله این یکی با خلوص نیت میره، اون یکی عقب افتاده بحران میانسالی بهش دست داده. این میانسالی و بحران اینا رو بذاریم کنار، بریم سراغ نوشته‌هایی که اینجا داریم. رضا پهلوی و دروغاشو گفتیم و میان این ورتر ویدیوی انقلاب 57 از فردا، اون دوستان که میان، چون برای ماه مارس به اصطلاح قرار مدار گذاشتیم و اینا به من گفتن که چند، گفتم ببین اینجا ما فقط یه هزینه میگیریم، آمریکایی ها میگن که به اصطلاح کاست، اپریشن کاست، به ایرانی چی میگیم؟ خرج روزانه در بیاد. یعنی ما نمیخوایم کاخ بسازیم، اگه میخواستیم هم نمیشد، الان مخصوصا نمیشه. بله یه زمانی 2 ساعت شب تلویزیون برنامه میذاشت 2000 دلار پول میگرفت، آقای شبخیز انقدر تبلیغ داشت که چند تا تلویزیون راه انداخت، چون تمام تبلیغات توی یه تلویزیون جا نمیگیره، یعنی از اول یه ساعت اینجوری بود. ولی الان نیست، الان هر کسی عقب افتاده یه تلفن گرفته دستش برنامه، و هر کسی هم بیشتر مزخرف بگه بیشتر بیننده داره. میگید نه؟ شما فیسبوک تو روشن کن، پیرن تو درا، بیننده میشه از 20 میشه 200، یکم برو اونورتر شورتت هم درا، اون 200 تا به 200 تا دیگه میگی که آقا بیا نگاه کن این یادش رفته تلویزیون روشن گذاشته شورتش هم درآورده. این یه روز آقای بهوانی دوربینش روشن گذاشته بود و بهش گفتم آقا سینه بندت کو، گفت تو از کجا منو میبینی؟ گفتم احمق دوربین تو روشن گذاشتی، سینه هات هم که شده مثل سینه های زنا، اولا مثل زنا سینه بندم ببند که بیشتر آویزون نشه. بله آقا اومن میگه که
شاه میترسید که کشور کمونیستی بشه، برای همین به ملاها راه داد که حداقل بعد از فروپاشی پادشاهی ایران از دست نرود که شاید با کودتایی برگردد. اما ورق اما اونجوری نیومد که شاه. ببین عزیز من، شما اگه کتابای شاه رو بخونی، من تا مدت ها نمیدونستم این مأموریتی برای وطنم برای چیه. شاه همونجوری که به اوریانا فالاچی گفت، شاه فکر میکرد با خدا صحبت میکنه. شاه میگه که من از طرف خدا مأموریت پیدا کردم، بعد شما میگید این از ترس کمونیست. خب همین که آدم از یه چیزی ترس داشته باشه، یعنی شما انقدر از دزد ترس داشته باشی که خونت و پنجره هاتو میله بزنی، پشت درتو میله بزنی، شب مثلا به یه وسیله بیای بیرون از پشت در قفل کنی بیای، خب معلومه اگه دزدم نیاد یه اتفاقی بیفته خودتون تو اون خونه تو آتش سوزی اینا میمیری. یعنی میگن ترس بیش از حد مرگ، چی بهش میگن، هر روز، مثل یه جمله قشنگیه که ترس برادر مرگ، نه یه چیز دیگه هست که میگن شما هر روز میترسی، هر روز میمیری، ولی اونایی که نمیترسن یه بار میمیرن. آخه این حرف شما که شاه از کمونیست میترسید، خب اگه سواد داشت فرق چپ رو با کمونیست میدونست، اگه سواد داشت در مقابل کمونیست یه برنامه میذاشت که جلوگیرش باشه، نه که با هیچ کی. آقا یه آقایی که دیپلم نداره، یه آقایی که دیپلم نداره میره جلسه اوپک، قبل از این که جلسه تموم بشه این میاد تو سالن وای میسه مصاحبه میکنه که ما داریم نفت رو میبریم بالا، شما ماشین فورد 3000 دلاری رو داریم میدین 30000 دلار، ما هم نفت 3 دلاری رو میخوایم بکنیم 30 دلار. اونا هم گفتن اوکی، قراردادمون کی تموم میشه؟ ساکن میدم چه راستی وقتا مدادا رو میزدن سر زبونشو، مداد کاپی بود میزدن بله، کی قراردادمون تموم میشه؟ 1979. اوکی برو به حسابت میرسن. شاه کی رفت؟ 1979. برید این نوارا رو نگاه کنید. و اشکال ما دوستان اینه که من و تو کم گفتیم، گذاشتیم دیگران برامون بگن، گذاشتیم بابامون بگه آقا ما هر جا میرفتیم دلا میشدن. کی دلا میشد؟ یه مش بدبخت عقب افتاده ای که میرفتیم توی کشورهای دیگه، بعد اونا به خاطر پولی که با خودمون میبردیم جنسای بنجل اروپا رو بعد از کریسمس برداریم بیایم ایران پوز بدیم، ماشین کهنه های اروپا رو برداریم بیایم ایران دو برابر بفروشیم، چه احترامی؟ خب معلوم شما وقتی میری آلمان اونی که میخواد بهت ماشین بفروشه میاد فرودگاه برات میداره میبرته. خب که چی؟ این احترامه؟ گول خودمون نزنیم، بیاین صحبت کنیم توی جمعی که 4 کتاب براتون معرفی کنه. همین برنامه که بهتون گفتم، این ویدیوی انقلاب 57 رو اگر من از فردا با این دوستان به اصطلاح صحبت کردیم و اون انجمن اون اندیشکده‌ای که دارن و چیزایی که اتفاقا اولین برنامه شدم که نشون بدم، میخوام یه ایراد ازشون بگیرم، چون من همیشه به اینا گفتم شما میای تو برنامه من جای انتقاد رو به اصطلاح رزرو میکنم برای خودم. حتی به بابک که دوست چندین سالم هست و اینها، وقتی آمده بود اینجا این کمیسیون رفته بود اینها، بعد بهش گفتم حالا که تو شهر هستی بیا مهمون من، ولی من این حق رو رزرو میکنم برای خودم که عیب و ایراد بگیرم. شما میتونی نیای، من میرم وبسایت اینا رو باز میکنم و دیدید باز کردم، اگه ندیدید دوشنبه برید نگاه کنید. این پیام از آقای مشیری هست، بشنویم ایشون چی گفته. آقای سوردی عزیز، مشیری هستم از نیویورک زنگ میزنم، متاسفانه دیر رسیدم برنامه تون رو لایو نتونستم نگاه بکنم، ولی نگاه میکنم دارین این کمپانی که این شالاتان آواز کردن و عرض به حضورتون دارین اینا رو یکی یکی معرفی میکنه. آقای سوربین های مش دوست و شالات. بله دوستان، این اون روز دوشنبه من بالاخره وبسایت ایرانیان امریکن اینستیتوت آف نمیدونم فلان رو
پیدا کردم و صفحه به صفحه نشون دادم، از صفحه اصلیش تا صفحه مشاورین تا صفحه تماس با ما تا صفحه به زودی ما میان ازتون پول میخوایم و آقای مشیری درباره اینها میگه. و ضمناً اینها کمپانی نیستن، یا به ایرانی بهشون بگیم سازمان یا به انگلیسی بگیم ارگانیزیشن، چون وقتی میگیم کمپانی که هم انگلیسی هم ایرانی، منظور اون یه شرکتی هست که کاری انجام میده. اینا کاری انجام نمیدن. اولا اون روزی اومدن که کنگره تعطیل بود و کنگره میدونی از دوشنبه از پریروز به اصطلاح دوباره برگشتن، اینا هم چپ و راست تعطیل میشن، از تعطیلیای بازار ایران بیشتر تعطیل داره. کنگره تعطیل بود، به همین خاطر من از بابک پرسیدم کنگره که تعطیل بود، گفت نه، یکی دو تا از نماینده ها اومدن و واقعا هم از جون می نوشتن. گفتم آقا اینا همشون هنرپیشه هستن، خب کسی که میاد اونجا با قلم و کاغذ حالا دیگه چه کاری داره که یه تظاهری هم بکنه داره می نویسه. بعدم چی شده حالا دیگه نوکر ما نوکری داشت، خودش می رفت فلان چینی کنگره و نماینده مجلس، وقتی از قبل نوبت گرفتی باید اونجا حاضر باشه، بیاد ببینید چی میگه. بی خود نبوده آقای سینا دبستانی هم گفته من کار دارم نمیام. بله آقای چیزم میگه درست میگی، دقیقا ممنونم، اقلا انصاف داری، از این بابت ازت ممنونم. میگه بله متاسفانه درست میگی. شما مثل این میمونه که مثلا من از ترس اینکه سرما نخورم انقدر شربت ضد سرماخوردگی، خب الکلش میکشتم یا اصلا مسموم میشم. شاه این کاره که از ترس، بعدم یکی نبود بهش بگیم مگه تو به خدا باور نداری؟ مگه حضرت علی رو در 7 سالگی ندیدی؟ مگه حضرت عباس رو از افتادی ندیدی؟ مگه امام حضرت صاحب الزمان رو تو کوچه پس کوچه ها ندیدی؟ از کی میترسی؟ مگه بزرگترین ارتش خاورمیانه رو نداری؟ مگه بزرگترین کشور دنیا حامید نیست؟ خب از چی میترسی؟ آقا این مالی خولیا داشته، این همین چی گفتی؟ اشیسفرنیا هم دونم میگه با آدم های چاق و خوراک دوست هر چی بگی میره تو فکر خوراک. شما این گفتی شنیتفرنیا، من رفتم تو فرنی بیرونم نمیام. اون دوست نونم اونجا نوشته بود آی گفتی من این قوتک رو خیلی دوست داشتم. آخه چیزی دیگه نبود. یا میرفتیم یک قرون میدادیم شادونه که میخوردیم، ما نصف اون نشه بودیم وقتی میرفتیم مدرسه، اصلا یه ملت نشه بودیم. اگه نشه نبودیم که وضعمون بهتر از این بود. نصفی دیگه اون هم خیلی ممنون. خب این ممنون با اون دوستمون گفتم که به اصطلاح نوشته آفرین، خیلی ممنون، متشکرم. نوشته آقای سربی، آقای هروی سرشار موارد نادرست بودن که شما مماشات کردی، از جمله موضوع اتوبوس را که زمین و زمان و حتی درویش به آن اعتراف کردن، این دوست شما به سپاه نسبت داد، در حالی سند این متعلق به یکی از درویش و راننده آن مشخص و اعتراف کرده و مصاحبه خانواده این درویش هم وجود دارد. ببین آقای یوسفی، من با وجودی که 100% با بابک به اصطلاح هم عقیده نبودم، ولی چون این طرفمون هم یه سری آخوندهای هستن که ما حرف راست ازشون هیچ وقت نشنفتیم و ندیدیم، چوپان دروغو هستن، نمیشه باورشون کنیم. یعنی اون کسی که حتی میاره تو تلویزیون میشینه اعتراف میکنه، به اعتراف اونم شما نمیتونی باور کنی. بذارید پیام این آقای مشیری رو بشنویم که ایشون باور داره ایرانیان امریکن یه مشتی به اصطلاح کلاش هستن. خودتون که بهتر میدونید. حالا خوبه هنوز پیپال اکانت ندارن، وگرنه مردم ایرانی خرم زیاده، بچه فکر کنن این شالاتان ها ممکنه برن فردا ایران رو بگیرن، مخصوصا با اون داستانی که گفتین یکیشون رفته بود ایران خونه دوستش رو کشتن. خیلی چاکرتیم، دمت گرم، برنامه واقعا شیرین، ادامه بده، حمایت کنید، ادامه یا علی. خیلی ممنون. طرف گفت یا علی چیزای سنگین رو برداشت، باد فتح پیدا کرد. علی رو ولش کن، شما نیویورکی، من اینجا هستم. یه نامه، یه چک، گفت که بالاخره به سلامی، به کلامی، به قلمی، به رقمی، به درمی، یه جوری با
همدیگر رو باید نگه داریم. خب ببینید، شمایی که منو قبول داری حمایت نمیکنی، من از اون احمق شاه اللهی احتیاج به اصطلاح چی میگم، این شعره بود گفت نفسی که از سینت میاد بیرون تو زمستون مثل یک بخاری سیاه جلوت رو میگیره، نفس کینه است پس دیگر چه داری چشم، حالا نوشتن ز چشمه ولی غلطه، پس دیگر چه داری چشم ز دست دوستان دور یا نزدیک. مشیری که این است که سالها من میشناسم، تا همیشه من صدای ایشون برای من آشناست، ایشون هم منه میشناسه، تا امروز من یک پنی حمایت ندیدم. بله یه زمانی بوده بنده گفتم نمیخوام حمایت کنی، خودم داشتم و خرج میکردم، ولی الان میگم آقا برای اینکه اقلا نشون بدی با طرف جوونه، اصلا وضعیت اونجاش احتمالا پناهندن داره حقوق پناهندگی میگیره، ولی میره 20 یورو میذاره خرج میکنه میاد. اون من میفهمم که بابا این یک کسی که میگه آقا دمت گرم که اقلا وایسادی جلو اینا بریم، اینم یکی دیگه، شما ناراحت نباش، اینم یکی دیگه. دوستی که میگه من 100% با شما مخالفم، این موافقم، اینایی که 100% با من موافقن خطرناکن. حالا براتون میگم چرا، گوش کنید. سلام آقای سوربی، برای دومین باره به شما زنگ میزنم که فقط ازتون تشکر کنم بابت برنامه‌تون و اینکه من 100% با گفته های شما، طرز فکر شما موافقم در مورد همه چیز از الف تا یا. خیلی ممنون، خدا حافظ. ممکنه چون تو برنامه من، شنونده برنامه من هستین، با چیزایی که من تو برنامه میگم موافق باشین، ولی این قدر مطلقا رو بریزین دور. 100% با همه چیزا از الف تو یا، تازه حالا اونجوری خوبه، چون از الف تا یا بگی ا ا او توش نیست، همزه و تشدید و اینام توش نیست، میشه یه جوری رفت. ولی دوست عزیز، شمایی که با من 100% موافقی، منی که 100 بار تا امروز گفتم حمایت، چرا حمایت نمی کنی؟ از خودت سوال کن. خب بریم سراغ دیگر نوشته ها و ساعت هم شد 4، تا چشم به هم میزنیم. بله، اون که گفته که به جای خر گفتن به من بگید چطور، پی اچ دی رو گفت که پرمننت این. و اما یک پیامیرم یه دوستی گذاشته، همه شما میشناسید ایشون رو، که اون روز یادتونه من یه پیام پخش کردم گفتم ایشون برنده جایزه کوتاه‌ترین پیام تلویزیونی شد، 4 ثانیه. گفت سلام سپاس فلان، بعد گویا ایشون شنیده دوباره پیام گذاشته، این دفعه 17 ثانیه. بودم صادقی هستم، یه موضوع خیلی مهمی بود، برام اصلا اجازه میگیرم چون اون اثر تحقیق مال گردستان باز ببینم میتونم شما تلفن شما رو بهشون بدم یا نه، اگر امکان داری یه تکس هم بزنی سریع به تماس بگیرم. ببین عزیز من، آقای صادقی، شما به خاطر دعوایی که با آقای زاکری داشتید تا موقعی که با هم شریک بودید، رفته بودید رستوران بخرید، هتل بخرید و اینها، 10 بارم برنامه هاتو ما اینجا پخش کردیم، 10 بارم قول دادی حمایت میکنم، یک میگفتن یه پول سیاه، چرا میگفتن یه پول سیاه، یک پول سیاه نفرستادی. وقتی دعوات شد با همین، برای من فرستادی که آقا این بچهش نمیدونم زندان بوده، مواد فروش بوده، رسواش کن. من به شما چی گفتم اون موقع هم؟ گفتم ما به آدمی که افتاده رو زمین دیگه لگد نمیزنیم. شما کشتیگیر باشی، طرف افتاده اونجا، مربی بهت میگه بلند شو وایسا این کنار، کاراته کار باشی، لگد زده باشی، بوکس زده باشی، این افتاده باشه میگه این افتاده بیا وایسا کنار، مگر اینکه آدم نامردی باشی که حالا که اون افتاده تا هم از خدات باشه مشت و لگد بزنی بهش. و دوست عزیز، شما که اصلا 4 سال پیدات نبود، حالا این آقای بیچاره رو تو گرجستان گرفتن به دلیل خریتش و به دلیل اینکه این هنوزم فکر میکنه مأمور جمهوری اسلامیه و همه جا میتونه زور بگه. بله پسرش هم تو کانادا گرفتن، ولی بعد مثل که تو زندان و اینها پسر آدم شد و آمد و ازدواج کرد و اینا، امیدواریم چیز باشه به اصطلاح. بله میگه که این خانم سارا آریامه
میگه من متاسفم برای هموطنانی که حتی اتفاقی برنامه شما رو میبینن، لطفاً بگید که موضوع برنامه شما چیه. خوشتون میاد دوستان؟ برای دیگران که اتفاقی برنامه من رو میبینن ایشون متاسفه، ولی میخواد ببینه موضوع برنامه چیه. موضوع برنامه اینه: خانم سارا آریا مه، مثل شاهنشاه آری از مه، شما تو حکومت جمهوری اسلامی راضی هستید یا ناراضی هستید؟ اگه ناراضی هستید، مادرتون که اسمش ایرانه، شوهر ننتون، شوهر مادرتون اسمش آخونده، باباتون ترسو شاهنشاه آریامه ول کرد رفت، مادر خوشگلت رو داد دست این آخوندهای پدر سوخته، حالا چرا از من ناراحتی؟ از آخونده و از بابات شاهنشاه را آراد باش. موضوع برنامه ما اینه. ایشون نوشته لطفاً خیانت نکنید به هموطنان خودتان، حتی جرأت ندارید گوش کنید کسانی که مخالفه. چرا؟ من از دعوت میکنم بیا تو برنامه، تا هم بشین، تو هم خودتو نشون بده، تا مردم تا دیدنه بگن اه این دختر فلانی فلان تیمسار که با شاه این کارو میکرد، و اه این دختر فلانیه که مادرش با شاه نمیدونم فلان میکرد. بیا تو هم بشین با صحبت میکنم. بارها گفتم من اگه میخواستم قایم بشم که اسم خودم مثل شما میذاشتم آری از مهر، میذاشتم کوروش کبیر، میذاشتم فردوسی فلان، میرفتم پشت یه پردهی صدام هم در نمیمد. خانم سارا آریا مهر دوستان از طرف من دعوت که بیان اینجا. بله. میگی من به شما توهین نکردم که، من به شما گفتم خائن، توهین که نکردم که. آفرین. اینا رو فقط من میتونم بیارم بیرون. کار من آوردن شماها از سوراخ بیرونه. بعد براتون تبلیغ مجانی هم میکنم. این سارا آریامه، سارا اسمتو با انگلیسی هم بنویس که هر کسی میاد چه انگلیسی چه فارسی میزنه توی اولاق سر کلت پیدا بشه. سارا آریامه، من فارسی اینجا الان ندارم که بنویسم، پس بذار تو رو پاک کنم که بلکه این صفحه فیسبوک ما کثیف نشه. هرچی شاه اللهی کمتر تمیزتر. گفت چی؟ بله ایشون گفته عرض کردم بیا هر وقت دوست داشتی. کجا بیا؟ من اینجا هستم، تو بیا، تو که جا نداری، تو فیسبوک. بله اینم از این بفرمون. بله یکی بهش گفته خره، منظور از مادر ایران است نه مادر خودتو. بله دوستان با این سارا یک کمی حال کنید، بعد اگر خواست بیاد مهمون برنامه ما باشه. برنامه من همینجا تموم شد و برنامه من رو تصادفاً نمیبینم. برنامه من رو اگه من یه روز 5 دقیقه دیر بیام، یادم میاد تظاهرات مجاهدین بود، رفتم براشون فیلم برداری کنم مجانی. از اونجا چند سال پیش یک ویدیوی گذاشتم که من چند دقیقه امروز دیرتر میرسم اینجا. اون موقع این خانم لیلا انصاری به اصطلاح بیننده برنامه ما بود و چون اون بهبانی میگه بابا این زنه که چیه، هر روز من میگه شعر بذاره، هر روز آهنگ گور داریوش برام بذاره اینها، ولی برای 50 دلار رو برای تبلیغ اینا چی که من خیلی رو راست میگم اصلا حوصله‌تون ندارم. خلاصه این برای من گفت آقا نوشتی چند دقیقه دیر میاد، چند دقیقه دیر میاد. گفتم بابا وقتی می‌نویسن چند دقیقه، موقعیه که طرف خودشم نمیدونه چند دقیقه است. اگه میدونستم 10 دقیقه اش می‌نوشتم 10 دقیقه، اگه میدونستم 20 دقیقه اش می‌نوشتم. من قولت میدم شما روز جمعه ساعت 2 بعد از ظهر زودتر تمام دیگران میای و به شما قول میدم این برنامه که تموم شد شما میری 2 بار برنامه رو نگاه میکنی و چند بار فوش خار مادر به من میدی، ولی این فوشای شما به من انرژی و قدرت میده. براتون یه چیزی بگم، روزی مصدق گریان زار میره خونه، مادرش بهش میگه بابا نخست وزیری چرا گریه میکنی؟ میگه من نمیدونم از دست این سارا خانم چیکار کنم، این ملت خیلی خرن، یا خر زیاد داره، ببخشید نباید بگم ملت خیلی خرن، این آقای مشیری هم اشتباهی گفتو، خیلی خر داریم. مادرش میگه ناراحت نباش، تو برو این ایستگاه راهن نگاه کن، قطارهایی که وایسادن هیچ که باشون کاری نداره، ولی این قطاره مسافر که سوار میشه
هدفش که معلوم میشه، راه میفته، بچه‌ها اون بیرون با سنگ وایسادن بهش سنگ میزنن. تلویزیون مردم قطاری هست، مسافراش سوار هستن، هدفمون هم معلومه. هدفمون اینه که نه کفندوز اولی خوب بود، نه کفندوز دومی. مواظب کفندوز سومی باشید که ممکنه اگر اومد کفن پدرتو برد تو قبر مادرت رید، بعد دست و پاشونم این ور و ور کاد نکنه بفروشه. اون کفندوز سومیه. سومی چجوری میشه؟ اینجوری میشه: اولی کفندوز شاه بود، دومی آخون، حالا سومی مواظب باش. هدف از برنامه ما، چون شما سوال کردی و خیلی بانوی محترمی هستی، این بود. روز روزگار بر شما خوش.